سلام بچه، حالتون چطوره؟ آقا مهندس ها و خانم مهندس های گل گلاب، درس حسابان یک، میرسیم به فصل یک شب امتحانش. قراره امروز با هم بتره کنیم شب امتحان و فصل یک حسابان. چیزی نیست جز جبر و معادله که یه قسمت خیلی بزرگ، یعنی یه 10 نمره خیلی خوشگل از امتحانت رو سهم خودش کرده و من قراره امروز اینو ببرم زیر ذره‌بین فولیتایی خودم و هیچ نقطه گنگ و پنهونی واسه دیگه باقی نمونه. پس برو بریم که تو 4-5 ساعت امتحانتو بتره کنیم. فقط با من همراه باش، بریم سراغ استارتمون. مجموعه اعداد طبیعی یک تا n، بچه های عزیز من، از فرمول n در n به علاوه 1 تقسیم بر 2 به دست میاد. مجموع اعداد طبیعی 1 تا n میشه 1 n در n به علاوه 1 تقسیم بر 2. مثلا مجموع اعداد طبیعی 1 تا 20 میشه 20 در 21 تقسیم بر 2. فقط شروع از 1 باید باشه، ختمش هم به n. خب آقا، روی محیط دایره 20 تا نقطه متمایز قرار میدیم. حالا البته اینجا بذاریم که 20 تا نقطه قرار میدیم. نه مثلا فرض کن آقا 20 تا نقطه مثلا اینطوری قرار دادی دور محیط دایره. خب بعد گفته که از هر نقطه به نقاط دیگر وصل میکنی، تعداد کل وترهایی که تشکیل شده چقدر؟ خب آقا از این نقطه اول به چند تا نقطه میتونیم وصل کنیم؟ 1 2 3 4 آها، بگو 19 تا. به 19 تا میتونیم وصل کنیم، چون خودش یکیه، به 19 تا دیگه میتونه وصل میشه 19 تا وتر. خب بعدی به چند تای دیگه میتونه وصل شه؟ بعدی به 18 تا، چون به قبلی وصل شده میشه 18 تا. به 18 تا جدید میتونه وصل شه. بعدی به چند تا میتونه وصل شه؟ به 17 تا، چون دو تای قبلی رو این حساب کردن تو دل خودشون. بعدی به 16 تا، همینطوری تا آخریش به 1 میتونه وصل شه جدید، یه وتر جدید بسازه. پس مجموع کل وترها میشه 1 تا 19 که 1 تا n میشه n در n به علاوه 1 تقسیم بر 2، یعنی 19 در 20 تقسیم بر 2 آقا میشه 19 ضرب در 10 190. تمام. مجموع n جمله دنباله حسابی. بچه زمانی که جملات اول و آخر رو به ما داده باشن، ما مجموع n تا جمله رو اینطوری به دست میاریم در دنباله حسابی. آره من بگم دنباله حسابی هم دنباله بود که آقا اینطوری بود دیگه، مثلا جمله اولش A1 بود، جمله بعدیش A1 به علاوه D بود، جمله بعدیش A1 به علاوه 2D بود، این جمله 3شه، این جمله 2شه، این جمله 1شه. پس جمله Nش میشه A1 به علاوه N منهای 1 در D، بهش میگن جمله عمومی. خب حالا میگه آقا اگه بخوایم N تا جمله اولش رو با هم جمع کنیم، مجموع جملات N جمله اول، N جمله اول نه N تا جمله، این جمله اول دنباله حسابی میشه n دوم A1 به علاوه A. این واسه زمانی که جمله اول و آخر رو دادن. مثلا میگه مجموع 20 جمله اول این دنباله چی میشه؟ میشه 20 دوم 10 تا A20 به علاوه A1. به جای n جایگذاری میکنه. حالا زمانی که فقط A1 و D رو بدن، یعنی A1 و AN رو ندن، بگن مجموع 20 جمله اول دنباله ای که A1ش 2 D مثلا 3 قدر نسبتش، ببین اونجا میای به جای آن میذاری A1 به علاوه N منهای 1 دی. گفتم بهت جمله عمومیش رو A1 به علاوه N منهای 1 دی، با یه A1 جمع میشه، میشه 2 تا A1 به علاوه N منهای 1 دی. پس مجموع بچه S یعنی سامیشن جمع، مجموع N جمله اول دنباله حسابی زمانی که جمله اول و قدر نسبت شو داشته باشن میشه N دوم 2 تا A1 به علاوه N منهای 1 در دی. خب این فرمول زمانی است که جمله اول قدر نسبت داده بشه. خب پس دو تا فرمول برای دو تا کاربرد مختلف. آقا مجموع همه اعداد طبیعی دو رقمی مضرب 4، همه اعداد طبیعی دو رقمی مضرب 4. آقا اولین مضرب 4 4 یکیه، بعد میشه 4 تا 8 تا، 4 3 تا 12 تا، همینطوری میره جلو تا آخریش میشه چی؟ بچا 100 به 4 بخش پذیره، منتها گفته دو رقمی، یعنی یکی قبلش میشه 96. خب این از این. آقا نگاه کن، اولا ببین ناکن تو بدون اینجا 4 یکیه، این چیه؟ 4 دو تاه، این چیه؟ 4 سه تاه، این چیه؟ 4 چند تاه؟ 4 تا 24 تا، چون 4 تا 25 تا میشه در واقع 100 تا، 4 تا 24 تا.
ببین اگه فقط 1 و 8 بود این 4 دو تا این تعداد جمله شو مشخص میگه، 4 و 8 و 12 این 4 سه تا تعداد جمله ش. پس تا اینجا که رفتیم 24 یعنی داره میگه 24 تا جمله است. پس آقا n‌اش 24 a1‌اش 4 an‌اش یعنی آ جمله آخرش آ 24ش میشه 96، جمله آخرش 96، مجموع n جمله اول یعنی 24 جمله رو میخواد، مجموع 24 تا جمله. n دوم a1 به علاوه an، n دوم a1 به علاوه an که میشه چی؟ n دومه یعنی 24 تقسیم بر 2 12، a1 چنده؟ 4، an چنده؟ 96 و 400 در 12 میشه 1200. بعدی در یک مسابقه تعداد بسیاری توپ روی خط مستقیم و هر یک به فاصله 3 متر از هم قرار داده شدن. فاصله توپ اول تا سبد 3 متره. فاصله میگه حالا دونده ای باید از کنار سبد یعنی از اینجا طرف شروع میکنه، خب میگه توپ اولو میره توپ اولو برمیداره برمیگره میندازه تو سبد، توپ اولو بردارد آن را تا سبد حمل کند و به سبد، یه 3 متر میره یه 3 متر برمیگرده برای توپ اول، حالا سپس به طرف توپ بعدی میره یعنی یه 3 متر رفت یه 3 متر اومد، برای توپ بعدی یه 6 متر میره یه 6 متر میاد، برای بعدی یه 9 متر میره یه 9 متر میاد. خب همینطوری اگر این دونده در پایان 918 متر دویده باشه حساب کن چند تا توپ به سبد انداخته. حالا اینجا رو دقت کن آقا، مجموع کل مسافتی که این بنده خدا رفته جمع کل مسافتی که رفته اینجوری به دست میاد. چجوری به دست میاد؟ میشه دو تا 3 متر رفته، دو تا 6 متر، دو تا 9 متر، نکن دو تا 3 متر رفته، دو تا 6 متر رفته، دو تا 9 متر رفته، به علاوه 3 تا 9 این شد 918. حالا از دوهاش وکتور بگیر یعنی 3 به علاوه 6 به علاوه 3 تا نقطه اینا جمعشون شده چی؟ 918. خب حالا ما گفته چند تا توپ، ببین هر کدوم از اینا مال هر جمله یعنی یه توپ، این 3 مال توپ اول بود، این 6 مال توپ دوم، من باید ببینم n چنده، این n چنده، اینو من باید به دست بیارم الان برای این. خب الان این 2 تقسیم میکنم، 918 به 2 تقسیم میکنم، 918 به 2 450 تا 9 تا میشه 459 تا، 459 تا. حالا من باید بیام ببینم چند تا جمله اوله دنباله حسابی با جمله اول A1 و D3 رو باید با هم جمع کنم که بشه 459 تا، اینشو باید به دست بیارم. خب میشه n دوم دو تا a1، چون a1 و d رو داریم دیگه با a1 و d میریم، دو تا a1 یعنی دو سه تا 6 تا به علاوه n منهای 1 در d، n دوم دو تا a1 به علاوه n منهای 1 در d. آقا در d d چند؟ 3 تا 3 تا میره، درسته؟ این برابر 459. حالا اینا رو ضرب کن آقا، این 2 با این 2 میره 3n میشه، 3n این هم یه 3n میشه، البته n دومه رو من باید پشتش ضرب میکردم، n دومه رو باید پشتش ضرب میکردم، بذار یه بار دیگه، این 6 میشه، این 3n منهای 3 میشه، 6 به علاوه 3n منهای 3 میشه 3n به علاوه 3، درسته؟ 6 به علاوه 3n منهای 3 میشه 3n به علاوه 3، این برابر 459 شده. حالا تو میای این 2 ضرب در 459 میکنی به دست میاد. بچه برای ساده سازی ببین میتونیم طرفین رو تقسیم بر 3 کنیم، خب چون این یه 3 فاکتور میده میشه n به علاوه 459 هم تقسیم بر 3 میشه چون جمعش به 3 بخش پذیره، 4 5 9 9 18. حالا تو بیا ببین 459 این گوشه مینویسی آقا تقسیم بر 3 چی میشه؟ میشه 1 3 تا 3 تا، یه 1 داریم یه 5، 5 3 تا 15 تا، یه 9 داریم 3 3 تا، میشه 153 تا، 153 تا. خب یعنی الان چه شکلی شد؟ الان این شکلی شد که این 2 هم میاد توش ضرب میشه، اینطوری میشه، میشه n در n به علاوه 1 باید برابر باشه با این 2 ضرب در 153 میشه، میشه 306 تا، 306 تا.
خب عرضم به حضورتون که حالا اینو حل میکنیم. آقا میاریم این ور N2 به علاوه N منهای 306 برابر 0 میشه، دلتا میگیریم، دلتاش میشه B2 1 منهای 4 AC، 4 تا 306 منفی. آقا 4 تا 300 تا میشه 1200 تا، 4 6 تا میشه 24 تا، میشه 1224. اینم یه 1 میشه 1225. بچه ها 1225 جذر چیه؟ چون یکانش 5 من شک میکنم به 35، چون 30 تا 30 تا میشه 900 تا دیگه، 35 5 5 تا 25 تا، 5 3 تا 15 و 2 17، 3 5 تا 15 1 داریم، 3 7 تا 9 تا 1 10 تا. آقا الان شد 5 7 و 5 12 2 آها 1200، پس 35 جذرشیم. خب پس ریشاد اینطوری میشه، یه انت میشه منفی B یعنی منفی 1 به علاوه رادیکال دلتا یعنی به علاوه 35 تقسیم بر 2A یعنی 2 تا ضریب N2 که میشه 2. یکیش منهاشه، منهاش قبول نیست چون که N که نمیتونه منفی باشه، N عدد طبیعی. آقا 35 منهای 34 تقسیم بر 2 17. آقا این شخص 17 تا توپو برداشته به همین مراحتی. سوال بعدی، البته نکته بعدی، مجموع این جمله اول دنباله هندسی. آقا مجموع این جمله اول دنباله حسابی، جمله اول و آخر رو بدن میشه این دوم آیک به علاوه آن، جمله اول و قدر نسبت رو بدن میشه این دوم دو تا آیک به علاوه این منها یک دی. حالا مجموع این جمله اول دنباله هندسی میشه چی؟ میشه آیک ضرب در یک منهای کیو این تقسیم بر یک منهای کیو، آیک ضرب در یک منهای کیو این کیو قدر نسبتش تقسیم بر یک منهای کیو. بچه ها برای اینکه یادتون بیاد جمله در واقع دنباله هندسی اینطوری بود، جمله اولش آ یک بود، بعد توی کیو ضرب شد میشد آ یک کیو، بعد توی کیو دیگه ضرب شد میشد آ یک کیو دو، همینطوری. خب حالا ببین، پس جمله ان میشه آ یک کیو ان منهای یک، یه دونه کمتر میشه آ یک کیو ان منهای یک. خب خیلی عالی شد که. حالا اینجا رو نگاه کن، گفته برای محافظت از تابش خطرناک لایه‌های محافظتی استفاده می‌شود که شدت پرتو در هر بار که واردش میشه نصف میشه. آقا یعنی یه پرتوی به اسم مثلا یو اگه وارد این بشه، یه لایه که استفاده کنین خروجیش میشه یو دوم، درسته؟ یعنی اگه یه لایه استفاده کنیم قدرتش نصف میشه این پرتو یو دوم، یه لایه دیگه استفاده کنیم میشه یو ضرب در یه دوم به توان دو، یه لایه دیگه استفاده کنیم میشه یو ضرب در یه دوم به توان سه. پس این یه دنباله هندسی شد که حالا گفته حداقل چند تا لایه باید استفاده کنیم تا شدت تابش 98 درصد کم بشه، 97 درصد حداقل کم بشه. الان بهت میگم یعنی چی. خب آقا نگاه کن اینجا رو، اولا این دنباله هندسیه که جمله اولش یو دومه، قدر نسبتش هم یه دومه، اینو که هممون میدونیم. خب حالا میگه چند تا لایه باید استفاده کنیم تا شدت تابش حداقل 97 درصد کم بشه، شدت لایش چیز در واقع تابش 98 درصد کم بشه. چی گفتم؟ خب آقا اینجا رو ناکن، ببین من میگم شدت تابش 97 درصد کم شه، یعنی فرض کن مثلا این در واقع جمله سومته، یعنی جمله انومت آن، جمله انومت باید کمتر یا مساوی 3% جمله اولت باشه. اگه جمله آخرت، یعنی اگه آخرین لایه، آخرین باری که عبور کرده یه لایه، اون خروجی اون پرتوه تو آخرین باری که عبور کرده، مثلا بگیریمش آن، مثلا فرض کن 10 بار لایه ها عبور کرده، اون یه چیزی میشه دیگه، یه مقداری میشه دیگه، اون دهمین باری که عبور میکنه خروجش یه عددی میشه. خب میگه اون با
باید کمتر یا مساوی 3% اولیه باشه. آقا چرا کمتر مساوی 3%؟ چون گفته کم کم 97% باید کم شه، یعنی یا 97% یا بیشتر باید کم شه، یعنی اینکه اون پرتو آخریه باید کمتر مساوی 3% پرتو اولیه باشه. خب اولش من یو شروع کردم. خب پرتو، حالا میتونیم اینطوری بگیم، بگیم آقا یه دونه یو این میشه این زمانی که یه دونه استفاده کردیم، این زمانی که دو تا استفاده کردیم. پس اگه انشو به دست بیاری حل دیگه، آن چی میشه؟ میشه یو به توانه. بچه آن الان اینجا دقت کنید، جمله اولت یو دومه، کیو به توان ان منهای یک، یعنی یه دوم به توان ان منهای یک ضرب شه میشه یو در یه دوم به توان ان. آیه کیو ان منهای یک دیگه. خب این آیه کته، اینم کیوه. حالا آیه یه دوم، یو دوم ضرب در یه دوم به توان ان منهای یک شه، این یه دوم به توان ان منهای یک با یه دوم میشه یه دوم به توان ان یو در یو، این میشه جمله انومت. خب حالا این جمله انوه باید کمتر مساوی 3% جمله اولیه باشه. جمله اولیه زمانی که یه دونه عبور کرده، یعنی این یو دوم. خب تو این یوه رو با این یوه میزنی، درسته؟ خب بعد این یه دوم میاد اون ور ضرب میشه، میشه 300 بزرگتر مساویه این دو که در یه دوم به توان ان ضرب شه، میشه یه دوم به توان ان منهای یک. بچه ما طرفینه، یه کسی که مثبته اگه برعکس کنیم، یعنی صورت بیاریم مخرج، مخرج بیاریم صورت، جهت عوض میشه. این کارو میکنیم، اینو میکنیم 100 میکنیم 300 میکنیم 100، این یک دوم به توان ان منهای یک رو میکنیم دو به توان ان منهای یک. 100 یعنی 33 و خورده ای، درسته؟ خب حالا به نظر تو این ان منهای یک باید چند بشه که این دو به توان ان منهای یک بزرگتر مساوی 32 بشه؟ ببین دو به توان 5 بزرگتر مساوی 33 بشه، دو به توان 5 میشه 32، پس دو به توان 5 به دردم نمیخوره. یعنی ان منهای یک این توانه باید از 6 به بعد باشه که دو به توانش بزرگتر مساوی 33 باشه، یعنی ان باید بزرگتر مساوی 7 باشه. حداقل باید 7 تا لایه استفاده کنیم که این اتفاق بیفته. خب بعدی آقا معادله درجه دوم، اگر x مساوی منفی 1 یه ریشه معادله این باشه، ریشه دیگه شو به دست بیار. با این مثال شروع کردیم. ببین ریشه های معادله چه درجه دو باشه چه غیر درجه دو باشه در اون صدق میکنه. الان منفی 1 تو صدق میکنه، میشه 4 منهای m در منفی 1 منهای 7 مساوی 0، میشه 4 به علاوه m منهای 7 مساوی 0، میشه m منهای 3، m میشه 3. خب تموم شد دیگه. حالا گفته ریشه دیگه شو به دست بیار. خب باش آقا 4x2 منهای 3x منهای 7 مساوی 0، ریشه دیگه شو میخوای به دست بیار، دلتا میتونیم بگیریم. دلتا b2 درچه اگه ضریب x2 1 بود میشد به اتحاد یه جمله مشترکم فکر کرد. خب آقا b2 منهای 4 است، یعنی 9 منهای 4 AC، یعنی 4 تا 4 منفی 7 اینطوری. آقا 4 4 تا 16 تا 16 ضرب در 7 16 ضرب در 7 چی میشه؟ میشه 112 تا، اگه اشتباه کنم 16 تا 7 تا میشه 7 6 تا 42 تا 7 1 7 تا 1 7 6 تا ببخشید 42 در 1 7 11 آره 112 میشه. میدونی چی جوری گفتم؟ گفتم 6 تا 16 تا میشه 96 تا، یه 16 تا دیگه بهش اضافه کردم، 96 یه 16 تا بهش اضافه شد میشه 112. حالا کاری نداره، 112 مثبت با 9 میشه 120، این جذره مربع کامله، جذرش میشه 11. خب خیلی خوب شد. پس میایم اینجا میگیم آقا ریشه های ما میشه منفی b یعنی 3 به علاوه منهای رادیکال دلتا یعنی 11 تقسیم بر 2 آ یعنی 2 4 تا 8 تا، که این دو تا ریشه به تو میده، یا میشه 3 و 11 میشه 14 هشتم، یا در واقع 7 چهارم تقسیم بر 2 کردن، یا یعنی اینکه 3 منهای در واقع 11 که میشه منفی 1 تقسیم بر منفی 8 میشه در واقع منفی. این یه نکته همین که بد نبود بدونید که اگه منفی 1 ریشه های معادله باشه، اون یکی ریشهش میشه منفی 3 منفی 3 یعنی 7 4،
یا کلا اگه یکی ریشش باشه اون یکی ریشش میشه سیاه. این نکات رو یه جور دیگه هم میشه گفت. مثلا میشه گفت اگر جمع ذرایب یه معادله درجه دو صفر باشه، یکی از ریشاش یکی، یکیش سیاهمه. یا اگه این وسطیه، یعنی ناگهان این وسطی که میگم منظورم بیه، آیکس و بله ویکس بله سی، این وسطیه برابر بشه با جمع این کناریا، موقع یکی از ریشاش منفیه، یکی یکیش منفی سیاهم. تو این چنین حالتی رخ داده. حالا کاری نداریم. مجموع و حاصل ضرب جوابها در معادله درجه دو. آقا معادله درجه دوم اگر دلتاش مثبت باشه دو جواب داره، اگر دلتاش منفی باشه جواب نداره، اگر دلتاش صفر باشه یک جواب داره که بهش میگن ریشه مضاعف. حالا اگر دلتاش مثبت باشه آقا ضرب پروداکت ضرب ریشه ها میشه سی اوم تو AX تو بله BX بله سی، ضربش میشه سی اوم، یعنی عدد ثابت تقسیم بر ضریب X. اگر جمعشو بخوای میشه منفی بی اوم، منفی ضریب x تقسیم بر ضریب x. بچه یه منفی بی بری دو اوم داشتیم که اون طول رأس سهمی یا معادله محور تقارن سهمیه. برای اینکه اینا رو قاطی نکنید، آقا ضرب چون سی اومه جمع منفی بی اومه، اینا باید مثل هم باشن. نکته آقا برعکس نکته قبل هم داریم، یعنی بعضی موقع بچه جمع دو عدد رو میدن ضربشون رو میدن میگن آن دو عدد کدام است، میگه خب جمعش رو دادی ضربش هم دادی، من معادله‌ای که جواباش دقیقاً میشن عددایی که جمعشون میشه این ضربشون میشه اونو مینویسم. معادله این شکلی میشه، میشه x2 منهای sx به علاوه p. الان این معادله رو حل کنی یکی از جواباش آلفا یکیش بتاه، همونایی که جمعشون میشد s ضربشون میشد p. نگاه کن x2 منهای sx به علاوه p منطقی هم هست. نگاه کن اینجا رو دقت کن، الان جمع ریشه میشه منفی b اوم یعنی s، ضرب ریشه میشه p c اوم یعنی میشه p یکم که میشه p. درست در اومد. خب پس یادت باشه یه دور دیگه بگم آقا معادله درجه دو بدونن دلتاش مثبته، اگر ضرب ریشه رو بخوای سی اوم، جمع ریشه رو بخوای منفی بی اوم. این از این. یه بار دیگه آقا معادله درجه دو دادن، دو تا ریشه، دو تا در واقع جمع دو تا عدد دادن، ضرب دو تا عدد دادن، اون دو عدد رو میخوای. خب اول باید توی معادله تشکیل بدی از این جمع و ضرب. میگه آقا معادله ای که تشکیل میشه اینه، x تو منهای s x به علاوه p مساوی است. حالا توی معادله رو حل کن، یکی از جواباش میشه الفا، یکیش بتا، همونایی که جمعشون میشدن s ضربشون میشد p. گرفتی؟ خب مثال محیط یک مستطیل 33 مساحت 65 ابعادش. خب باش آقا محیطش 33، نگاه کن این x این y، محیط یعنی دو تا x به علاوه y شده چند؟ شده 33. خب تو الان x به علاوه y میتونی به دست بیاری، x به علاوه y که همون s این جمع است میشه چی؟ میشه 33. کاش به جای x و y آلفا بتا میذاشتم، نه نمیخوام قاطیشن، میخوام یه خورده شبیه بالایه بشه که قشنگ به عنوان مثال از بالایی درکش کنی. حالا این آلفا این بتا، میگیم آقا دو تا آلفا به علاوه بتا شده این، پس آلفا به علاوه بتا میشه 33 دوم، و آلفا بتا که در واقع پی ضربشون هستش خودش گفته، گفته مساحتشون میشه 65، خودش گفته میشه 65. محیط که میشه دو برابر طول به علاوه عرض، مساحت میشه طول ضرب عرض. پیو داریم، اسو داریم، حالا ابعاد آلفا بتا رو میخواد، معادله شو بنویس x دو منهای s x یعنی 33 دوم x به علاوه p یعنی به علاوه 65. میتونی طرفین رو ضرب در دو کنی که بشه 2x دو منهای 33 x به علاوه 65، هم تو میتونی بنویسی 2 تا 65 تا میشه 130 تا. حالا آقا دلتا بگیر b دو یعنی 33 به توان دو. آقا 33 به توان دو چی میشه؟ 33 33 3 تا 33 تا میشه 99 تا دیگه، 3 تا 33 تا 99 تا، 9 9 18 میشه 10 89. درسته؟ پس بی دوش میشه 10 89 منهای 4 تا آسی، یعنی 4 تا 8 تا 130 تا، 8 تا 130 تا میشه چند؟ در واقع 13 و ضرب در 8 میکنیم، 8 3 تا 24 2 8 1 8 تا 2 تا 10 تا میشه 1040 تا. پس بی دو منهای 4 آسی یعنی منهای 8 تا، یعنی 4 در 2 ضرب شد، شد 8 در 130، 8 تا 130 تا هم شد 1040 تا. آقا 1089 منهای 1040 میشه 49.
حالا تو خیلی راحت میتونی آلفابتو به دست بیاری. ببین ریشه های این معادله میشه منفی بی یعنی 33 به علاوه منهای رادیکال دلتا یعنی 7 تقسیم بر 2 آ یعنی 4. ببین این دوتا ریشه ای که به تو میده یکیش آلفا یکیش بتا. مثلا آلفا میشه 33 و 7 40 تقسیم بر 4 10. بتا میشه 33 منهای 7 میشه 26 تقسیم بر 4 الان میشه 13 دوم. بعدی صفرهای تابع. برای هر تابع F جواب معادله F X مساوی صفر در صورت وجود رو میگیم صفرهای تابع، یعنی محل عبور تابع از محور X خاص، جایی که F X Y صفر میشه. به لحاظ نموداری صفرهای تابع همان طول نقاط تلاقی تابع با محور X هاست. حالا سوال، اگه نمودار سهمی فلان به صورت زیر باشه سهمی رو مشخص کن. آقا تو الان میدونی برای این سهمی 2.6 میشه صفراش، یعنی اون جایی که برخورد کردن. بچه ها نکته خیلی مهم، وقتی سهمی بهتون میدن میگن رسمش کن، برای رسمش ناکن زمانی که سهمی دو تا برخورد داره تو بعد بگی آقا سهمی تو این شکلیه K در 1 X منهای 2 X منهای 6. آقا چرا؟ چون اگه اینو صفر مساوی صفر بذاری صفراش باید بشه، ریشه‌اش باید بشه یکیش 2 یکیش 6 این شکلیه. چرا K گذاشتی آقا؟ به خاطر اینکه نمیدونم کا چنده، باید حسابش کنم. ببین مثلا این سهمی میتونست اینطوری هم باشه، مثلا از 2.6 بگذره ولی اینطوری باشه، یا مثلا اینطوری باشه. پس تو نمیتونی بگی کدوم سهم، یه کایی داره دیگه، یه ضریبی داره. ببین چقدر باز شده چقدر بسته شده، گرفتی؟ خب حالا داستان اینجا به این شکل میره جلو. میگیم آقا جون شما یه عرض از مبدا 3 داری، یعنی x رو بدی 0 y‌ت میشه 3. خب y رو میدی 3 x‌ت میشه 0، یعنی منفی 2 در منفی 6 12 k. 12 k شده 3 k شده 1/4 k شده 1/4. پس تموم شد دیگه. آقا y‌ت شد 1/4 x منهای 2 x منهای 6. یعنی معادله سهمیایی که اینطوری دو تا برخورد با محور x دارن به عبارت صفرهاشون رو دادن به ما، این آب خوردن نوشته میشه. باید بندری بزنی وقتی یه سهمی ببینی که دو تا ریشهش مشخصه. بیا بعدی. مقدار کار رو چنان بیارید که یکی از صفرهای تابع فلان برابر منفی 2 باشه، بعد صفرهای دیگرش رو به دست بیاورید. خب یکی از صفراش میگه منفی 2، یعنی چی؟ یعنی منفی 2 توش صدق میکنه. اگه منفی 2 بذاری داخل ایگرگش میشه صفر، درسته؟ خب منفی 2 رو بذار داخل، به جای ایکسش بذار منفی 2، منفی 2 به توان 8. ببین وقتی میگه این منفی 2 صفرشه، یعنی افی مقدار اف در منفی 2 میشه صفر. همینو مینویسیم، اف منفی 2 منفی 8. خب منفی 8 منفی 2 به توان 3 میشه منفی 8. خب دیگه کا در منفی 2 به توان 4 تا کا دیگه منهای ایکس، یعنی منهای منهای 2 که میشه 2، منهای 2 هم 0، این برابر 0 و 4 کا 8 میشه کا میشه 2، کا میشه 2. یعنی اف ایکس تو برابر با ایکس به علاوه 2 ایکس 2 منهای ایکس منهای 2. به 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 چه قشنگ شد خدا وکیلی. خب حالا اینجا برای حل این دو روش داریم. روش یک باید حلش کنید، گفته صفرهای دیگرش رو به دست بیارید مساوی صفر بزنید. روش یک اینه. بچه ها نگاه کنید، این کلن عبارت های درجه سهی که به شما میدن همیشه اینو به عنوان نکته تای زنده من داشته باش. جمله اول سومشو با هم فاکتور بگیر، جمله دوم چهارمش هم با هم. بیا فاکتور بگیریم ببین چی میشه. نها کن الان فاکتورتو بگیر. آقا نها کن، من از x جمله اول و سوم فاکتور میگیرم. از جمله اول یه x2 میمونه، از جمله سوم یه 1. از دو جمله دوم و چهارم هم فاکتور میگیرم. از اول x2 میمونه، از دومی باز 1. میبینی الان یه x2 منهای 1 اینجا فاکتور میده. از اولی x میمونه، از دومی 2. الان تو اینو مساوی 0 بذاری راحت حل میشه. دیدی؟ پس یه روش تجزیه بهت یاد دادم. نه اینجوری شد. الان این مساوی 0 شه. یه x میشه منفی 2، یه دونه x2 میشه 1. x2 که بشه 1 یعنی x میشه مثبت منفی 1. این که خودش داده بود، گفته بود صفرهای دیگه‌ش هم پیدا کن، پیدا کرد. این یه راه. یه راه این که وقتی آقا x مساوی منفی 2 اینو صفر کرده، یعنی این تو تجزیهش حتما یه عامل
ایکس به علاوه دقت کن منفی دو رفت اون بر یه عامل ایکس به علاوه دو داره. آره دیگه وقتی اینو بپاشونیش از هم خوردش کنی تبدیل به ضرب چند تا پرانتزش کنی باید یه ایکس به علاوه دو تو تجزیه هاش باشه. چرا که منفی دو اینو صفر کرده. وقتی تو خوردش میکنی یه ایکس به علاوه دو باید بیفته بیرون ناکو، چون منفی دو رو بذاری توش باید بشه صفر. آها پس این اف ایکسه که میشه ایکس به علاوه دو ایکس دو منهای ایکس منهای دو بر ایکس به علاوه دو بخش پذیر است. این یه راه تجزیه است، یه راه تجزیه کردنه. حالا چیکار میکنیم؟ بزرگترین اینو توی چیزی ضرب میکنیم که این بزرگترین این تشکیل شه. بعد علامت های اینا رو کم میکنیم. ببخشید یه دو ایکس دو هم بود، علامت هاشون رو عوض میکنیم میزنیم با هم. الان دو ایکس دو با دو ایکس دو میره کلن، یه منفی ایکس منهای دو موند. چی تو این ضرب کنیم که بشه منفی ایکس منهای یک؟ نکن میشه منفی ایکس منهای دو. باز علامت هاشون رو چنج میکنی، اینا با هم میره صفر میشه. یعنی این عبارت به این کته کلفتی شد ضرب این در این. حالا به علاوه باقی مونده که صفره دیگه، یعنی اف ایکس تو شد ایکس به علاوه دو در ایکس دو منهای یک. حالا گفته صفراشو به دست بیار مساوی صفر بذاری جوابات همین میشه. یعنی دو راه این سوالو من حل کردم برات. این راه یکشه، این راه دوشه. تا اینجاش هم که دیگه مشترک بین جفرهاست. خب بعدی صفرهای تابع اف را با ضابطه فلان بده. بچه ها بعضی از توابع هستن میدونن میشناسیدشون، بهشون میگن شبه درجه دو. شبه درجه دو میبینی یه چیزی به توان دو و علاوه یه چیز، حالا یه به علاوه عدد، اون چیزه اون سگه میشه یه تی. ناکن سگ دو به علاوه سگ منهای دو، پس اون ایکس دو منهای یک باید بشه یه تی. آقا این جایگذاری انجام میدیم، اف ایکس ما میشه تی دو به علاوه تی منهای دو. آقا اینو با اتحاد یه جمله مشترک میشه تجزیهش کرد. دو تا عدد باید پیدا کنیم که جمعشون بشه یک، ضربشون بشه منفی دو، میشه دو منهای یک. ببین جمعشون شده یک، ضربشون شده منفی. آقا دو تا تی به تو داد، یه تیت شد یک، یه تیت شد منفی دو. تی یک یعنی تی یعنی چی بود؟ اون ایکس دو منهای یک بود. ایکس دو منهای یک، این که اصلا امکان نداره، چون اینجا ایکس دو میشه منهای دو به علاوه یک که میشه منهای یک. اصلا تناقض این، آقا یه چیز به توان زو چه نمیتونه منفی شه. اما بالای ایکس دو منهای یک میشه یک، یعنی ایکس دو میشه چند؟ میشه دو. یعنی ایکس میشه چی؟ میشه مثبت منفی رادیکال دو جذر که بگیریم. وی در عنفوان جوانی بسیار بی‌اعصاب بود و بعد دور سوال‌ها دور پاسخ‌ها بسیار بد خط می‌کشید. او در خانواده مذهبی چه جمع بشید؟ خودم دارم یا روش هندسی حل معادلات. خب روش هندسی حل معادلات اینم پاک کنیم. چیه این مار؟ آقا روش هندسی حل معادلات میگه آقا معادله اف مساوی جی رو که می‌خوای حل کنی، اف ایکس مساوی جی، یعنی چی؟ یعنی بگرد اون ایکس هایی رو. ببین معادله حل کردن تو باید دنبال ایکس بگردی. حالا میگه اف ایکس بزاری جیست، یعنی اون ایکس هایی که به ازای اون ایکس ها چی میشه؟ اف برابر جی میشه، یعنی عرض اف با عرض جی برابره. مثلا فرض این نمودار افه، خب این نمودار جی مثلا تو نقطه مثلا دو با هم برخورد کردن. خب آقا این معادله جوابش میشه چی؟ میشه ایکس مساوی دو دیگه، چون ایکس مساوی دو اون طولیه که عرض اینا رو برابر میکنه. پس این روش حل به روش هندسی میشه. بیشتر موقع نگفتم همیشه بیشتر موقع زمانی که دنبال تعداد جوابایم از روش هندسی استفاده میکنیم و نمودارام بلدیم رسم کنیم، نمودار اف رو بلدیم، نمودار جی هم بلدیم رسمش میکنیم، نقطه برخوردشون تعداد برخوردشون میشه تعداد جواب. بعضی موقع میشه جواب دقیقاً به دست آورد. خب گفتم دیگه جواب معادله اف ایکس مساوی جی ایکس میشه طول نقاط برخورد اف و جی. این روش حل رو که از طریق آن تعداد جواب‌ها و مقدار تقریبی آنها و گاهی دقیق مشخص می‌شود به دست میاد روش هندسی. آقا چرا میگی گاهی دقیق؟ بابا داری نمودار رسم می‌کنی، تو اگه دو تا نمودار رسم کنی توی نقطه قطع کنن همون، اگه ندونی اون چه نقطه‌ایه خب تو نمی‌دونی دیگه. میتونی تقریبا بگی آقا این نقطه مثبت بزرگتر از 1 کمتر از 2 فلانه، حواست باشه. اصلا شاید جوابای معادله رون نباشه. آقا به روش هندسی معادله اینو حل کن. یعنی چی؟ ببین یه طرف بچه سهمیایی که عدد ثابت ندارن و تا
تو رو خدا از ایکسشون فاکتور بگید، ایکس منهای دو اینطوری رسم کنید. بیایید یه محور بکشید، ایکس ایکس منهای دو، یعنی ببین یه دونه تو صفر برخورد داره، یه دونه تو دو. خب این سهمیه. حالا رو به بالاست یا رو به پایین؟ آباری کلا رو به بالاست، رو به بالا میشه این سهمیه. حالا قدر مطلق، قدر مطلق، قدر مطلق هفته دیگه، هفت. آه حالا این هم مثلا قدر مطلق، این هم همون مثلا. بچه نها کنی این دوتا، خب این دوتا همون تو یک تو صفر قطع میکنم، این صفر صفر. پس میگیم آقا یکی x مساوی صفر جوابش، یکی یه x بزرگتر از دوه. خب حالا میتونی اینجا مثلا می‌نویسی یکی هم یه x بزرگتر از دوه. بعد در ادامه توضیح فارسی میدی که محله بفهمه، خیلی عالیه. میگی چی؟ قطعا هم اینطوریه دیگه. میگی آقا چک میکنیم x های بزرگتر از دو، چک میکنیم ببینیم کدوم تو کدوم x این با اون برابر میشه ارزش. مثلا 3 رو چک کن، این 3 میشه 3، این 3 میشه 9، منهای 6 میشه 3. بعد پس اینجا میگی چک کردیم دیدیم که آقا x مساوی 3، اون جواب اون یکی است، اون جواب اون یکی است، x مساوی 3. چجوری چک کردی؟ گذاشتیم عددهای درست هم میذاریم تو امتحان، هم عددهای درست بهت میدن. پس روش خوبیه روش هندسی، یعنی اگه نمودار بلد باشیم رسم کنیم، خیلی از موقع از روش جبری راحت‌تر. مثلا خدایش این از روش جبری راحت‌تر، با روش جبری اینو باید تعیین علامت کنیم، بیچارگی داره. خب معادلات گویا و رادیکالی، آقا عبارت گویا، عبارت گویا عبارتی کسری است که صورت و مخرجش یک چند جمله است. چند جمله چی بود آقا سرنگی؟ چند جمله یه چیزی بود که چند تا جمله داشت. خب عرضم به حضورت همینطوری چند تا جمله با هم جمع و تفریق. حالا این یه چی، یه چند جمله. حالا آقا هر کدوم از اینا میگن جمله، این عدد ثابت هم یه جمله است. ببین جملات تشکیل شدن از یک عدد در یک توان حسابی از x، توان حسابی یعنی 0 1 2 3 4. بچه دقت کنید، یه عدد تنها مثلا y مساوی 2 یه چند جمله یا؟ چرا؟ چون این در واقع 2x0 بوده، x0 میشه 1 دیگه، یعنی هیچ چیزی رو زیر پا نذاشته. آقا یه جمله داره بدبخت، یه عدد در یه توان حسابی از x. اوکیه، that's okay. خب آقا اینم هست. حالا این مثلا آقا یه چند جمله تو صورت، یه چند جمله تو مخرج بشه، یه عبارت گویا. خب معادلات گویا، معادلات گویا گونه از معادلات هستن که از جمع و تفریق چند تا عبارت گویا تشکیل میشن. چند تا عبارت گویا رو که با هم جمع کنی خروجی بهش میگن معادله گویا. خب حالا برای حل معادلات گویا باید چیکار کنیم؟ آقا همه عبارت ها رو به یک طرف میبریم طوری که مساوی صفر شوند، بین همه آنها مخرج مشترک میگیریم به این گونه که به یک کسر تبدیل میشه. پس همه رو میبریم یه طرف، بینشون مخرج مشترک میگیریم، میشه یک کسر مساوی صفر، اینطوری میشه، درسته؟ خب حالا کسری صفره که صورتش صفره، یعنی اینو صورتش رو پی ایکس و مساوی صفر بذاری جوابات به دست میاد، یه اما داره. اما جوابها رو باید یه دور دیگه چک کنی که مخرجی رو خدایی نکرده صفر نکنن. اگر جوابی مخرجی رو صفر کنه دیگه قبول نیست اون جواب دیگه. حالا جلوتر میرسیم، تو معادلات رادیکالی هم یه چک نهایی داریم، زمانی که حالا جواب رو به دست میاریم میگیم آقا جواب آخر رو توی معادله اولیه، یعنی اون که هنوز به توان نرسیده، چک کن ببین که زیر رادیکالی رو منفی نکنه. خلاصه این چک کردن تو معادلات گویا و رادیکالی هست. گویا رو گفتیم، رادیکالی هم جلوتر میگیم. خب آقا سوال داریم، گفته در این مغازه مایه تزیینی، مایه آبشور در محلول آب نمک 7% نگهداری میشن. آقا این محلوله آب نمک، نمک داخل آبه، میگه غلظتش 7%. غلظت یعنی چی؟ یعنی جزء حل شونده به کل، میشه غلظتش. گرفتی چی شد؟ یعنی مثلا وقتی میگیم غلظتش 50%، یعنی چی؟ یعنی نصفش نمکه. غلظتش 40%، یعنی 40%ش نمک. از 100% کل 40%ش نمکه. وقتی میگیم غلظتش 40%، 60%ش آبه که رو هم از میشه 40%، میشه. پس خیلی واضح شد دیگه، نه؟ پس وقتی میگه آقا غلظت فلان چیز انقده،
یعنی این که مقدار نمکش به کلش. پس این میگه وقتی میگه 7% یعنی مقدار نمک به کلش. حالا کاش اس بذاریمش، نمک رو با مثلا اس نشون بدیم، سالت. مقدار نمک یعنی اس به کل، کلم تی نشون بدیم، توتال. این برابر چنده؟ گفته 700 این نسبت. حالا میگه یه کارگر مبتدی 200 کیلوگرم محلول آب نمک 4% ساخته. 200 کیلوگرم محلول آب نمک 4% یعنی چی؟ یعنی 200 کیلوگرم ساخته که از این 200 کیلو 4% نمکه. 200 کیلو محلوله که اون 4% غلظتشه دیگه، نمک تقسیم بر کل یعنی در واقع محلول آب نمک کلش میشه دیگه، محلول. بعد 200 کیلو محلول 4%. ببین از شیمی کمک گرفتم، این محلوله با این محلوله میره 100 اینا با هم میرن 2 4 8 کیلوگرم. پس چی داشته اون؟ نمک داشته، نمک داشته اون محلوله. وقتی 200 کیلو کلشه 4% هم غلظتش، یعنی 4%ش نمک، 4% 200 کیلو میشه 8 کیلو، 8 کیلو نمک داره اون محلول 200 کیلویی. او چگونه میتواند غلظت محلول رو به 7% برساند؟ چجوری میتونه غلظت محلول رو در به 7 برسونه؟ میگه مسئله را در دو حالت وجود نمک به اندازه کافی و عدم وجود نمک به اندازه کافی حل کنید. خب آقا یکی یه حالت اینه که نمک داریم الحمدلله. یادتونه تو جومون سر نمک چه دعوایی میشد تو چوسان قدیم؟ نه چرا قد دعوا میکردن ما هم؟ چرا قد نمک ارزش داشته؟ ضد عفونی و فلان اینا، الان نمک میگن نخورید فلان اخه اینجور اونجور، یه زمانی سر جنگ میشده. خب آقا نمک داریم، میگه غلظتت کمه داداش، 4% غلظتت، باید ببری بالا غلظتتو. میگیم خب باشه اوکی میبرم بالا، فقط باید چیکار کنم؟ میگیم که هیچی، نمک داریم، نمک باز بریز توش. میگه باشه چقدر بریزم؟ میگم دیگه اون با خودته، تو 8 کیلو از کل یعنی از 200 کیلوت شده چقدر؟ شده 4%. حالا میخوام بشه 7%، میخوام نمک اضافه کنی. بچه یادتونه نمک تو صورت بود، محلول یعنی کل تو مخرج بود. خب اگه بخوام اینو زیاد کنم نمکشو، فرض کن x کیلو نمک اینطوری میریزیم روش، خب x کیلو نمک بریزی تو محلول، هم وزن نمکه x کیلو زیاد میشه، در واقع هم وزن محلوله دیگه. مثلا فرض کن 5 کیلو بریزی رو این 200 کیلو، خب چند کیلو محلول داری آخرش؟ 205 کیلو. چند کیلو نمک داری؟ یه 8 کیلو اینجا داشتی، یه 5 کیلو میشه، دیدی به جفتش داره اضافه میشه. پس x کیلو نمک بریزیم که هم نمکش x تا زیاد میشه، هم محلولش دیگه، محلول کل بود. خب این چی میشه؟ این میگه میخوام بشه 7%. خب کافیه طرفین وسط این کنی، 100 8 تا 8 100 تا 100 ایکس، این یکی 7 2 تا 1400 تا 7 ایکس. حالا این 100 ایکس منهای 7 ایکس میشه 93 ایکس، برابر 1400 منهای 800 میشه 600، ایکست میشه 600 تقسیم بر 93. 600 تقسیم بر 100 میشه 6. حالا چون مخرجش کمتر از 100 جواب بیشتر از 6 میشه، میشه 6 خورده، حالا دیگه خوردهش مهم نیست. انقدر کیلوگرم نمک باید به این محلول اضافه کنیم تحت شرایطی که نمک داریم. حالا میگه یه حالت هم فرض کن نمک نداریم، آقا اصلا نمک نداریم. خب بچه نمک نداریم باید چی کار کنیم غلظت محلولم زیاد شه؟ آه باید تبخیر کنیم آبشو، آب یا حالا حلال اون محلول رو باید تبخیر کنیم، یه خورده از آبش بره تو آسمون و نمک بمونه داخلش. نمکش یعنی نمک دیگه تبخیر نشه، نمک غلظتش بیشتر میشه وقتی آب تبخیر شه دیگه، درسته؟ پس آب رو تبخیر کنیم، x کیلو آب اینجا x کیلو نمک اضافه کنیم، حالا میگیم x کیلو آب تبخیر کن. تبخیر به انگلیسی میشه vaporization. آقا x کیلو آب تبخیر کن، وقتی x کیلو آب تبخیر کنی تو تبخیر کنی تو این محلول چه اتفاقی میفته؟ نمکت که ثابت همون 8 کیلو میمونه، محلولت از قسمت آبش x کیلو کم شده، یعنی میشه 200 منهای x.
ببین توی دیگه 200 کیلویی محلول داری، 8 کیلو داخلش نمکه، میذاریش رو اجاق، x کیلوش 5 کیلوش تبخیر میشه. چی تبخیر شده؟ آب. خب نمک داخلش که وزنش ثابته، محلوله وزنش کم شده. خلاصه 8 به روی 200 منهای x میشه چی؟ پس این واسه زمانی که تبخیر x کیلو آب اتفاق بیفته. خب حالا این باید بشه چند؟ 7%. طرفین وسطین 800 برابر 7 دوتا 1400 منهای 7x، 7x میشه 600، x میشه 600 تقسیم بر 7. 600 تقسیم بر 6 میشه 100، چون مخرجش بیشتر شده یه خورده از 100 کمتر، از 99 خورده کیلوگرم آبش رو باید چیکار کنیم؟ تبخیر کنیم. خیلی هم عالی. آقا بریم سوال بعدی، معادله فلان رو حل کنید. بچه گفتیم همه رو میاریم یه طرف، حالا همینجوری که میاریم یه طرف مخرجشون هم تا حد امکان ساده میکنیم. مثلا اینو مینویسیم با اتحاد مزدوج، x منهای 2 x به علاوه 2، پس میشه منهای 4 x منهای 4 به روی x منهای 2 x به علاوه 2. این باید بشه صفر، مخرج مشترک x منهای 2 x به علاوه 2. آقا این تقسیم بر اولی میشه x منهای 2، در 3 میشه 3 تا x منهای 2. این تقسیم بر دومی میشه، بچه ایکسش هم باید میذاشتم، آره ببخشید، ببینید من یه توضیح بدم، ببینید بچه ناکنید، ببین مخرج مشترک میشه چیزی که به همه اینا بخش پذیر باشه، یعنی هم ایکس باید داشته باشه، هم ایکس منهای 2 هم ایکس به علاوه 2. حالا یه بار دیگه این تقسیم رو انجام بدیم، این تقسیم بر اولی میشه ایکس در ایکس منهای 2 که در 3 ضرب میشه، این تقسیم بر دومی میشه ایکس منهای 2 ایکس به علاوه 2 که میشه ایکس منهای 4، این تقسیم بر این یه x میشه تو این ضرب میشه، یعنی 4x منهای 4 توی x ضرب میشه. آقا چجوری میشه؟ این میشه صفر، درسته؟ حالا اینا رو بیا قشنگ مرتب کن، این میشه چی؟ این میشه 3x 2 منهای 6x، این میشه چی؟ میشه 2x 2 منهای 8، این یه تیکه میشه چی؟ این میشه 4x 2 منهای 4x. حالا همه رو x2 دارا شو هم 3 تا 2 تا 5 تا x2 منهای 4 x2 میشه یه دونه x2، کسری صفره که صورتش صفره، فقط صورتو دارم صفر. یه منهای 6 x اینجا داریم، یه به علاوه 4 x اینجا داریم میشه منهای 2 x، یه منهای 8 اینجا داریم دیگه هیچی نداریم. آقا این شد صفر، یعنی چی؟ یعنی اتحاد یه جمله مشترک x منهای 4 به علاوه 2، دو تا عدد پیدا کردم جمعشون بشه منفی 2، ضربشون بشه منفی 8، ریشات به دست میاد، یکیش میشه 4 یکیش میشه منفی 2. حالا گفتم در نهایت میایم چک میکنیم اون عددهایی که مخرج رو صفر کنن قبول نیست، الان منفی 2 میاد مخرج رو صفر کنه، پس این غیر قابل قبوله. این چی؟ این قابل قبوله، چون 4 مخرج رو صفر نمیکنه. معادلات گنگ، برخی از معادلات هستن که داره عبارت رادیکالی مجهول دار، هستن بهشون میگیم معادلات گنگ، معمولا معادلات رادیکال 2 به شما میدن. برای حلشون ابتدا بچه سعی میکنیم رادیکال رو یه طرف تنها کنیم، یعنی یه طرف کل عبارت ها باشن یه طرف رادیکال باشن. بعد چی کار میکنیم؟ میایم به توان 2 میرسونیم که رادیکاله بپره. انقدر این کار انجام میدیم، بعضی موقع با یه بار نمیشه، انقدر این کار انجام میدیم که در نهایت دیگه رادیکالی نداشته باشیم. اینو درست کنیم، در نهایت ببخشید دیگه رادیکالی نداشته باشیم و عبارت دیگه بدون رادیکال میشه و حل میشه. خب مثلا اینجا رو نها کن، فقط یه چیزی هم من بهت بگم، اینجا آخرش باید حواسمون باشه جواب‌های به دست اومده رو چک کنیم تو معادله اصلی. معادله اصلی یعنی کدوم معادله؟ همونی که هنوز به توان نرسیده، تو اون باید چک کنیم، زیرا گاهی عملیات به توان رسانی، به توان زوج رسانی، ریشه زوج تولید میکنه، ریشه فیک تولید میکنه. ببین یعنی چی؟ ببین اصلا منفی 2 2 هم برابرن، خب قطعا نه، ولی وقتی به توان 2 برسن این میشه 4، این هم میشه 4، با هم برابر میشه. آها تو دنیای توان دوها با هم برابر شدن، ولی تو دنیای عادیشون برابر نشدن. پس عملیات به توان زوج رسانی ریشه های فیک ممکنه تولید کنه، مراقب باشید. حله؟ خب پس آقا چیکار کنیم؟ گفتم یه بار تو معادله اصلیه چک میکنیم که زیر رادیکالی رو منفی نکنه، صدق کنه، فلان. خب الان این گفته حلش کن، رادیکال یه گوشه تنها کن.
آقا x به علاوه 2 برابر با x منهای 4، اون x رو بردم اونور. حالا به توان 2 میرسونیم که این رادیکاله بپره، میشه x به علاوه 2، اینم به توان 2 برسون، میشه اولی به توان 2، 2 برابر اولی در دوم، یعنی 8x به علاوه 16. خب 8x به علاوه 16. خب بچه ها میشه x2 منهای 9x به علاوه 14. x2 منهای 9x به بچه ها، این اتحاده یه جمله مشترک، منهای 2 منهای 7، دو تا عدد جمعشون شه منهای 9 ضربشون شه 14، میشه منهای 2 منهای 7. پس یکی از ریشه ها 2ه، یکی از ریشه ها 7ه. مونتا اینا رو همینطوری قبول نمی کنی، اینا رو بچه ها چک می کنید، بعضی موقع قبول میشن بعضی موقع قبول نمیشن، بستگی داره، چکش کن. تو چی چک میکنم؟ تو معادله اصلی 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 که هنوز به توان نرسیده چک کن. دو رو آقا دو دو چار، ریشه رادیکال چار میشه دو منهای دو، آیا برابر منفی چاره؟ نه. پس این قبول نیست، دو قبول نیست. حالا هفت رو بذار، هفت دو نه، ریشه در رادیکال نه میشه سه منهای، اینجا هم که گفتیم بذار هفت دیگه، سه منهای هفت میشه منفی چار. آره پس این ریشه هفته قبوله، پس این معادله فقط یه ریشه داشت هفت. آقا معادلات گویا تهش جواب رو چک کن، مخرجی رو صفر نکنه، معادلات گم تهش جواب رو چک کن که توی معادله اصلیه صدق کنه. باریکلا. مثال، یه مرغ دریایی در آسمان در نقطه قرار دارد و قصد شکار ماهی در نقطه B. میگه این مرغ توی نقطه آه، منظورش نقطه آ بوده، با قصد شکار ماهی در نقطه B روی آب، ابتدا از نقطه ببخشید شکار ماهی، این چون نذاشته این تایپیسته یادش رفته اینا رو تایپ کنه، خدا خیرت بده. خب اینم از این اب نداره، میگه مرغ دریایی تو آه میخواد تو سی ماهی شکار کنه، اول فرود میاد تا بی، بعد از بی میره تا سی. اینا اول ابتدا از نقطه آ در هوا فرود میاد به بی، سپس از بی تا سی به صورت افقی پرواز میکنه تا به نقطه سی برسه. اگر برای هر متر در هوا 14 کیلوکالری روی آب، یعنی اینجا بخواد حرکت کنه 14 کیلوکالری برای هر مترش مصرف میکنه و 10 کیلوکالری ببخشید، اگه برای هر متر حرکت تو هوا 14 کیلو و روی آب 10 کیلوکالری مصرف کنه، رو هوا هر متر که میره 14 کیلوکالری انرژی مصرف کنه، رو آب 10 کیلوکالری. خب در چه فاصله ای در واقع باید باشه از نقطه H تا مرغ دریایی روی هم رفته چقدر؟ 180 کیلوکالری مصرف. میگه آقا این فاصله در واقع 6 متره، میگه این ایکس رو به دست بیار، میگه ایکس رو، حالا ما اشتباه هم گفتیمش دیگه، اشتباه خوندیم آخرشو، میگه اچ در چه فاصله از بی باید باشه، یعنی میگه این ایکس رو برام به دست بیار اگه بخوام کلا 180 کیلو بسوزونم. خب آقا نگاه کن، دقت کن اینجا رو، ما یه دونه اینطوری تو هوا میایم، اینطوری که تو هوا میایم این چیه؟ این رادیکال طبق فیثاغورس، یه 36 به علاوه x2 مسافت متر اینجا داریم میسوزونیم، یعنی اینجا داریم حرکت میکنیم. داداشمون اینجا هم به صورت افقی 12 منهای x حرکت کرده، 12 منهای x متر. خب حالا میگه آقا هر متر تو هوا 14 کیلوکالری، یعنی این ضرب در 14 میشه، و رو آب 10 کیلوکالری. میگه جمع اینا یعنی 14 تا از این رادیکال x2 به علاوه 36 به علاوه 10 تا از این 12 منهای x، اینا جمعش باید بشه 180. 180. برای اینکه یک کمک این کسر رو ساده بشن، تا اونجایی که میشه مثلا از این دو اینا فاکتور بگیر، اولیش تقسیم بر دو میشه، مثلا دومی میشه 5، این تقسیم بر دو میشه 7، انگار از دوشون فاکتور گرفتیم بردیم بیرون، با دو این ساده میشه، میشه 90. یه خورده حجم محاسباتو کم کردیم. حالا ما سعی میکنیم رادیکال رو یه طرف تنها کنیم، 7 تا رادیکال رو این ور نگه میداریم، این 5
این 5 تا 12 تا که میشه 60 منهای 5 x 60 منهای 5 x 5 12 تا 60 5 x 60 منهای 5 x هم میبریم اونور. ببریم اونور 90 منهای 60 میشه 30. اون منهای 5 x میشه بالا 5 x. حالا اینا رو میایم چیکار میکنیم؟ به توان 2 میرسونیم که این رادیکال از بین بره. این کارو میکنیم. چجوری؟ میشه 7 به توان 2 میشه 49. این رادیکاله میشه x2 به علاوه 36. این داداش 5x به علاوه 30 هم به توان 2 میرسونیم که حالا میتونیم در واقع بنویسیم، میتونیم از 5ش فاکتور بگیریم. حالا مثلا این 6 به علاوه x رو در واقع به توان 2 برسونیم، اون خود اون 5 هم که به توان 2 برسه میشه 25. اینطوری خودش شاید قشنگ تر باشه. حالا اتفاقی که میفته اینه، اینا رو تو هم ضرب میکنیم، یعنی 49 تا x2 به علاوه 49 تا 36 تا، حالا مثلا اینا رو همینطوری بنویسیم، برابر با 25 ضرب در چی؟ بچه این به توان 2 برسه میشه x2 دو برابر اولی در دومی 12x به علاوه دومی به توان 36. درسته؟ خب میشه 25 تا x2 بله 25 ضرب در 12 x 25 ضرب در 12 x 25 در 36. حالا تو نگاه کن اینجا رو، میتونیم همه رو بیاریم این بر. خب همه رو که بیاریم بر 49 تا منهای 25 تا میشه 44 تا 44 تا x 2. درسته؟ 49 منهای 25 میشه 44. 25 ضرب در 12 x رو میاریم این ور که میشه منهای 25 ضرب در 12 x. 36 تا در واقع 49 تا 36 تا این ور داریم، 25 تا 36 تا این ور داریم. اینا رو بیاریم از هم کم کنیم، یه 49 تا سگ منهای 25 تا سگ میشه 24 تا سگ، یعنی 24 تا 36 تا. خب 49 منهای 25 میشه 24. این از این. حالا آقا اینا رو باید ساده کنیم تا جایی که میشه. مثلا به نظرم تقسیم بر 4 کنیم خوبه، یا تقسیم بر، حالا تقسیم بر 4 کنیم چی میشه؟ تقسیم بر 4 کنیم میشه 11، این تقسیم بر 4 کنیم میشه 3، این تقسیم بر 4 کنیم میشه 12. خب بعد اینا رو ساده میکنیم، میشه 11 تا x2 منهای 3 تا 25 یعنی 75 تا x به علاوه 12 تا 24 تا، 10 تا 24 تا میشه 240 تا، 2 تا 24 تا یعنی 48 تا دیگه بهش اضافه میشه، میشه 248 تا. این شد معادله تو. دیگه از اینجا به بعدش برای اینکه وقتمون صفر شو میسپارم به تو. x رو میخواد دیگه، x تو دلتا میگیری b2 منهای 4 سی، اصلا نمیخواد محاسباتش هم انجام بدی. آقا x مساوی b2 منهای دلتا مساوی b2 منهای 4 سی، یعنی 75 به توان 2 منهای 4 11 ضرب در 248. بعد x تو به دست میاری از اونجا. خب بریم بعدی، قدر مطلق x هم که میشه منفی b به علاوه منهای رادیکال دلتا تقسیم بر 2. قدر مطلق، قدر مطلق یه تابع مثبت ساز است. طبق تعریف داریم آقا قدر مطلق x یا قدر مطلق هر چیزی یا میشه x یا میشه منفی x. اگه محتویات داخلش مثبت باشه خود x خارج میشه، اگه محتویات داخلش منفی باشه توی منفی ضرب میشه، چون قدر مطلق مثبت سازه. ببین مثلا قدر مطلق 2 میشه 2، ولی قدر مطلق منفی 2 توی منفی ضرب میشه و باز میشه 2. یعنی اگه مثبت باشه کاری باش نداره، منفی باشه توی منفی ضربش میکنه که در نهایت مثبت شه، چون رسالت و وظیفه قدر مطلق مثبت کردن است. خب عبارت های این و این را تا حد امکان به صورت ساده‌ترین شکل ممکن بنویسید. آقا آ رو من با استفاده از اتحاد، یعنی آ چهار رو می‌رسم آ دو به توان دو به علاوه دو تا آ دو به علاوه یک. بچه این زیرش اتحاده. چرا؟ ببین جذر این میشه یک، جذر این میشه آ دو، بعد دو برابره جذراشونو بعد ببینیم این وسط می‌بینیم. آره پس اتحاده. خب چجوری میشه؟ میشه آ دو به علاوه یک، ناکن اولی به توان دو
دو برابر اولی در دو مثلا. این وقتی میاد بیرون هر چیز مجهولی که از یه رادیکال با فرجه زوج میاد بیرون میره تو قدر مطلق، به خاطر اینکه رادیکال با فرجه زوج ذاتاً یه چیز مثبته خب، و نمیتونه مساوی چیز منفی بشه. آقا من میتونه منفی هم بشه، نه اینجا رو اینجا نه. آقا اگه دو به توان دو برسه این دو این خط بخوره، آره اوکی میشه دو. ولی اگه بچه ها اینجا مثلا منفی دو به توان دو باشه، این دو با این دو خط بخوره، آیا این جوابش منفی دوه؟ نه دیگه، رادیکال با فرجه زوج که منفی نمیشه، برای اینکه خیالمون راحت چه قدر مطلق میذاریم که خروجیش بشه دو. پس میگیم هر چیزی از رادیکال میاد بیرون میره تو قدر مطلق، اوکی چیز مجهولی دیگه، یعنی علامتش معلوم نباشه. خب رسیدیم به اینجا، آقا اینم که ذاتاً مثبت، این بزرگتر مساوی یک هستن، چون آدوش یه چیز مثبته، یه چیز مثبت به علاوه یک بشه مثبت، پس این میشه آدو به علاوه یک. حالا این یکی بچه اینا خیلی معروفن ها، این بی برابره با، ببین معمولا این کارو میکنیم، میگیم آقا خب این رادیکالی که اینجا کنار اینه بهت نشون میده یکی از جمله ها چیه بدون رادیکالشو، این رادیکال سه درسته، رادیکالشو در نظر بگی نگیر، میگی آها پس این عدده رو باید یه سه ازش جدا کنم یه چهار، گرفتی؟ یه بار دیگه این رادیکاله رو اینجا میبینیم، ببینش، دیدیمش رادیکالس. خب بعد میگی آها یه سه پس جدا کنم از این هفته یه چهار، چراشو الان میبینی، یه چهار جدا کردم رادیکال سه یه دونه سه، چرا؟ چون آقا ببین جذر این میشه چی؟ میشه دو، جذر این میشه چی؟ میشه رادیکال سه، دو برابرش رو این وسط داری میبینی، دو در رادیکال سه اون وسط نمیبینی، برای همینه میگم بنظر رادیکال از این در واقع عدد زیر رادیکال از این هفته باید جدا میکردی. مثال باز میزنم برات، ببین الان چه جوری میشه، میشه جذر اولی منهای جذر دومی، یعنی دقیقاً یه اتحاد شد. حالا تو نگاه کن اینو به توان دو هم که برسونی دقیقاً همین میشه. حالا این با این ساده میشه میره تو قدر مطلق، از طرفی چون دو منهای رادیکال سه یعنی 1.7 میشه مثبت، هم دو منهای رادیکال سه. بچه‌ها یه مثال دیگه از من بزنم، مثلا این اینجور چیزی بهتون داده، آقا اینو چیکار میکنی؟ میگی خب خدایا اینو چه سرنگی، گفت عدد زیر رادیکال نام کن دو، بعد از این سه یه دوتا جدا کن، اینطوری بنویسش، یعنی این سه رو بنویسی یک یه دو، درسته؟ خب بعد بیا ببین جذر این میشه یک، جذر این میشه رادیکال دو، دو برابر جذر این در جذر اینو این وسط میبینی، آها پس این چیه؟ آها این یک منهای رادیکال دو به توان دوه، که وقتی اینو با این خط میزنیم میاد از رادیکال بیرون میشه قدر مطلق یک منهای رادیکال دو، چون رادیکال دو 1.4 در نهایت میشه رادیکال دو منهای یک. خب بیا اینجا نمودار اف در واقع تابع اف و ضابطه اینو گفته رسم کنی، باش رسمش بکنی، نمودار تابع اف با ضابطه فلان رو گفته رسم کنید. بچه ها دقت کنید، اگر یه دونه اینطوری به ما دادن ایکس منهای یک ایکس به علاوه، بذار جفتش رو برات مثال بزنم، ببین اگه دوتا قدر مطلق به ما دادن که این ضرایب ایکسشون ما هم برابر بود، ببین این یک ایکس اینم ایکس، بعد یه خط اینجاست یه خط اینجاست بینش هم چیه؟ مثبت. بچه اینا نموداراشون گلدونی هن. ریشه اولیه یعنی یک رو مشخص میکنی، ریشه دومی یعنی منفی دو هم مشخص میکنی، عرضها رو در این یک و منفی دو مشخص میکنی، ببین تو یک چی میشه عرضش؟ میشه سه، تو حالا منفی دو هم حساب کنی میشه سه، بعد یه گلدون رسم میکنی، گلدون اینطوری حله؟ حالا اگه همین این با منفی بود چیکار میکردی؟ همین این با منفی اگر بود این میشد شبیه آبشار، تخت دندون پزشکی منفی میگیم مثبت مینویسیم. ببین دوتا خط داخل قدر مطلق ضرب ایکس ها برابر میشه آبشار، ببین یکشو مشخص کنی منفی دوشم، آقا تو یک ارزش میشه چی؟ میشه منفی سه، بذار داخلش، توی دو ارزش میشه چی؟ میشه سه، بعد این نقاط رو به هم وصل میکنی، حالا اینوری که نباید بدی که، چون دارم میگم تابه باید بشه دیگه، تخت دندون پزشکی جراحی اینطوری میز دادم، تخت دندون پزشکی اینطوری میخوابن، حالا مثلا فرض کن اینجوری به همین راحتی. خب
حالا ویژگی قدر مطلق، چند تا ویژگی از قدر مطلق. بچه قدر مطلق یه چیزی همواره بزرگتر مساوی صفره. قدر مطلق هر چیزی بزرگتر مساوی صفر. بچه قدر مطلق اگه برابر آ بشه، یعنی ایکس یا آی یا ایکست منفیه، آی منطقه باید آد مثبت باشه. آره دیگه، چون اگه آ منفی باشه که اصلا برابر قدر مطلق نمیشه. پس قدر مطلق ایکس برابر سگ شد، یعنی ایکس یا سگ یا منفی سگ. یادت نره آقا قدر مطلق منفی میتونیم داخلش ضرب کنیم. آره قدر مطلق میگه 1000 تا منفی ضرب کن داخلم، من کار خودمو میکنم، من در نهایت حالت مثبت شده رو خارج میکنم. اینا هم بهت گفتم، این از در واقع رادیکال میاد بیرون، میره تو قدر مطلق. بعد وقتی قدر مطلق بالا سرش توان دو یا زوج میاد، دیگه قدر مطلق اینجا تأثیری نداره که، میشه ایکس دو، چون قدر مطلق کارش مثبت سازیه، ایکس دو خودش مثبته. خب دیگه اون توان دو خودش مثبت میمونه، چرا دوبار مثبت سازی انجام. بعد این بچه این توانه ناگهان این با این ببین چه فرقی داره، این یکی توان داخله، یعنی یا دو به توان دو یا منفی دو به توان دو، این یکی توان بیرونه، یعنی مثلا توان وقتی بیرون باشه دیگه منفی دو به توان دو که نداریم که، چون این اصلا منفی نمیتونه زیر رادیکال قرار بگیره. پس دیگه من میدونم وقتی توان بیرون رادیکاله یعنی این حتما مثبت بوده، پس اینو که با این میزنی دیگه قدر مطلق نمیخواد، میشه ایکس. این ریزه کاری حواست باشه. آقا قدر مطلق آبی میشه قدر مطلق آ در قدر مطلق بی، قدر مطلق آبیو میشه قدر مطلق آ تقسیم بر قدر مطلق بی. هر عددی بین بزرگترین حالت و کوچکترین حالت، ببین بزرگترین حالت یه عدد میشه قدر مطلق اون عدد، چون عدده یا مثبته که خودش میشه یا منفیه که قدر مطلقش ازش بزرگتره دیگه. کوچکترین حالت یه عدد هم میشه منفی قدر مطلقش، یه چیز واضحیه. بعد این یه نامساویه بهش میگن نامساوی مثلثی، که میگه آقا قدر مطلق آ به علاوه بی کمتر مساوی قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بی، تحت شرایطی که آبی هم علامت باشن، یعنی هر دو مثبت یا هر دو منفی باشن. این دیگه به تساوی تبدیل میشه، این نامساوی به تساوی. بقیه حالات، یعنی حالاتی که آبی ناهم علامتن، همواره قدر مطلق آ به علاوه بی کمتر اکید از قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بیه. و در حالت کلی میگیم قدر مطلق آ به علاوه بی کمتر مساوی قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بیه. بچه نگاه کنید این بورداری نشون بدیم، مثلا این آه این بیه این آه به علاوه بیه، میگه آقا قضیه مثلث اینو میگه، میگه آقا اندازه در واقع اندازه قضیه حماره هم بهش میگن، مجموع دو ضلع از مثلث همواره بزرگتر یا مساوی ضلع سوم است. خب آقا این دوتا نکته هم خیلی مهمه. قدر مطلق x وقتی کمتر مساوی سی باشه، یعنی x بین سی و منفی سی، اینو اینطوری هم میگفتم یادت باشه، x دو کمتر مساوی سی دو باشه، موقع x کمتر بین سی و منفی سی، یعنی اینجا چه بگیم قدر مطلق x کمتر مساوی سی، چه بگیم x دو کمتر مساوی سی دو. اینجا نگاه کن، قدر مطلق x بزرگتر مساوی سی باشه، یعنی x بزرگتر مساوی سی، یا x کوچکتر مساوی منفی سی. باز اینجا برای قدر مطلق x بزرگتر مساوی سی، یعنی x دو بزرگتر مساوی سی دو اگه باشه، x بزرگتر مساوی سی یا x کوچکتر مساوی منفی سی هستش. مثال داریم، گفته معادله فلان رو حل کنید، از این نکته استفاده میکنیم که آقا قدر مطلق، آقا اصلا این نکته کلا برای اینم جواب میده، قدر مطلق این برابر قدر مطلق اون، یعنی این مثبت منفی اون میشه، یعنی 3x منهای 2 یا برابر x منهای 4، 3x منهای 2 برابر منفی x منهای 4 که میشه منفی x به علاوه 4. حالا اینا رو حل کن، این 2x برابر منفی 2 میشه x میشه منفی 1، 4x برابر 6 میشه x میشه 6 چهارم یا 3 دوم. بچه وقتی هر دو طرف قدر مطلق باشه دیگه چک کردن نیاز نداره، چون به هر حال یه حالتایی ممکنه پیش بیاد که منفی مثبت ها اشتباه باشه، ولی اگه یه طرف قدر مطلق نداشته باشه باید یه چک هم کنیم آخرش ببینیم صدق میکنه یا نه. حالا اگه میبینی اذیت میشه این دلیل داره، گفتیم چرا، ولی اگه میبینی اذیت میشه اینا تو دوره کامل توضیح دادیم، میتونی کلا چک کنی آخرش دیگه، چک کنیم ببینی جفتش صدق میکنه. خب بیا بعدی.
رسم نمودار قدر مطلق اف. آقا برای رسم قدر مطلق خود اف و رسم قسمت هایی که زیر محور اکسان یعنی ایگرگ های منفی رو آینه وار بیار مثبت کن، چون اصلا کار قدر مطلق مثبت سازی ایگرگ، ایگرگ های منفی مثبت کن. ایگرگ هم که مثبت کاری بهش نداشته باش. اینجا نوشتیم کافیز نمودار اف ایکس رو رسم کنید در جایی که نمودار اف ایکس زیر محور ایکس قرینه نمودار اف ایکس نسبت را آینه وار نسبت به محور ایکس ها به دست بیار. سوال داده به روش هندسی معادله اینو حل کنید، تعداد مقدار تقریبی جواباشو به دست بیارید. خب آقا ایکس دو منهای یک، بچه ایکس دو منهای یک اینه، یعنی یه ایکس دویه که یه واحد رفته پایین، ها کن این میشه ایکس دو منهای یک. خب حالا وقتی میگه یه قدر مطلق ازش بگیر، یعنی جاهایی که زیر محورن رو بیار بالا، اینطوری میشه. این الان این میشه چی؟ این میشه قدر مطلق ایکس دو منهای یک. گرفتی؟ خب حالا میگه دو ایکس منهای یک، قدر مطلق دو ایکس منهای یک. بچه نما کنید دو ایکس منهای یک چجوریه؟ خط دیگه، یه خطه که اگه اینو مساوی صفر بذاره ایکس میشه یه دوم، یه خطه که اینطوری داره عبور میکنه، یعنی صعود داره میکنه، عرض از مبدش ایکسشو بده صفر، ایگرگش میشه منفی یک، طول از مبدش یه دوم، اینطوری. حالا میگه قدر مطلقشو بگیر برام، یعنی قسمتایی که منفی انو بیار بالا، اینطوری یک میگذره. پس همینو همینجا رسم کنیم بچه، اینم منفی یک بود میاد بالا میشه یک دیگه. خب اینم یکه، اینم منفی یک. خب اینو همینجا رسم کن، همینطوری میاد تا یه دوم، ببین ام منفی یک میگذشت میومد تا یه دوم، بعد باز میرفت. خب حالا تو این یه دومه میگه اینطوری باید بیای بالا یک بگذری، بعد اینجا تا همینطوری بشه، اینجا هم یه دوم. بچه چند تا ریشه داره؟ یه ریشهش که صفره، ایکس مساوی صفره، یه ریشت اینجاست، یه ریشه بینه، اینطوری میگی گفته مقدار تقریبی بین یه دوم و یکه، یه ریشت صفره، یه ریشت بین یه دوم و یکه، یه ریشت بیشتر از یکه، گفته مقدار تقریبی. سه تا ریشه داره، خیلی واضح و مشخص. فاصله دوتا نقطه، فاصله دوتا نقطه را اگه بخوام اصلا به دست بیاریم میشه تفاضل ایکساشون به توان دو به علاوه تفاضل ایگرگاشون به توان دو زیر رادیکال. مختصات وسط یک پاره خط چجوری به دست میاد؟ هیچی، طولشون، طول اون وسطه میشه میانگین طولا، عرضش هم میشه میانگین عرضا. دو تا نقطه بهت داده مختصات وسطش، طولا رو جمع تقسیم بر دو، عرضا رو جمع تقسیم بر دو. سوال، معادله عمود مناسب پاره خطی رو بنویسید که از دو نقطه فلان و بهمان، حالا میگذره یا این دو تا نقطه رو به هم وصل میکنه، عمود مناسب پاره خطی که آبی رو به هم وصل میکنه. میگه یه پاره خط داریم اسمش آبیه، معادله عمود مناسبش رو بنویس. عمود مناسب یعنی هم عموده بش هم نصفش میکنه. بعد گفته آیا دو و صفر روی عمود مناسبه؟ خب آقا برای نوشتن معادله عمود مناسب یا هر خطی، یه شیب میخوام یه نقطه. خب نقطش که مشخصه ام دقیقا وسط این دوتاست، سه منهای دو یه دوم تقسیم بر دو هم باید بشه، چهار یک پنج تقسیم بر دو میشه پنج دوم، این نقطه امه. حالا شیب این خط ال رو من میخوام عمود مناسبه رو، من میگم آقا شیب ال میشه عکس و قرینه شیب آبی، چون که عمود بر همن، دو تا خط که با هم عمودن شیباشون عکس و قرینه است، دو تا خط که با هم موازیان شیباشون با هم برابره. حالا تو اول باید شیب آبی رو به دست بیاری. آقا شیب آبی میشه تفاضل عرض به تفاضل طول، تفاضل عرض یعنی 4 منهای 1 به تفاضل طول یعنی 3 منهای منهای 2 یعنی 3 به علاوه 2 که میشه 3 پنجم شیب آبی. حالا شیب ال رو میخواد، شیب ال میشه عکس و قرینه 3 پنجم یعنی منفی 5 سوم. حالا معادلش ایگرگ منهای ایگرگ صفر یعنی منهای 5 دوم شیب یعنی منفی 5 سومه، ایکس منهای ایکس صفر یعنی ایکس منهای 1 دوم. این شد معادله عمود مناسب. حالا میگه ببین نقطه 2 صفر توشه یا نه، یعنی ایگرگش رو بده صفر ببین ایکسش میشه دو یا نه، ایکس ایگرگش رو بدی صفر، اینطوری میشه، میشه که پس این نقطه دو و صفر رو ببینیم آیا توش صفر میکنه یا نه، اینو بدی صفر، این پنجه با این پنجه میره میشه سه دوم، سه دوم برابر ایکس منهای دوم، ایکس میشه سه دوم با یه دوم، چهار دوم یعنی دو. آره صفر کرد توش، پس این نقطه در این روی عمود مناسب هست. فاصله نقطه از خط، بچه حواستون جمع باشه، فاصله نقطه از خط تو خواستید دست بیارید، همه محتویات خط رو میبرید یه طرف، اینطوری میشه AX به علاوه BY به علاوه C مساوی صفر. بعد یه قدر مطلق تو صورت، یه رادیکال تو مخرج. خب
قدر مطلقه تو صورته. ببین ایکس اف وای صفر رو میذاری جای ایکس و وای، ایکس اف بی وای صفر به علاوه سی میذاری اینجا یه عدد میشه، حساب میکنی. مخرجم کافیه آ دو به علاوه بی دو رو حساب کنی زیر رادیکال. آ ضریب ایکس، بی ضریب ایگرک. خب بیا اینجا، فاصله نقطه فلان از خط بهمان برابر 4، مقدار کا چقدره؟ مقدار کا چقدره؟ فاصله این از این خط. آقا این خط چجوریه؟ 8 ایکس منهای 6 وای منهای کا مساوی است فاصله نقطه از خط. یه قدر مطلق تو صورت، یه رادیکال تو مخرج. قدر مطلقی که تو صورته، میگه آقا به جای ایکساش بذار این یکه، به جای ایگرگاش بذار این منهای 4، به جای ایکسش بذار یک، به جای ایگرگش بذار منهای 4. منهای 4 در منهای 6 میشه 64 تا 24 تا منهای کا. حالا رادیکال آ دو به علاوه بی دو، یعنی رادیکال 36 به علاوه 64 که میشه رادیکال 100. این باید برابر چی بشه؟ باید برابر 4 بشه. 8 و 24 تا میشه 32، میشه قدر مطلق 32 منهای کا به روی 10 برابر 4. حالا قدر مطلق 32 منهای کا برابر با 40، یعنی 32 منهای کا یا 40 بوده یا منفی 40 بوده. 32 منهای کا یا 40 بوده یا منفی 40 بوده. اگه 40 باشه کا میشه منفی 8، اگه منفی 40 باشه کا میشه 4 تا و 3 تا 72 تا 40 تا و 32 تا 72 تا. آقا اینم از این کارم به دست آوردیم در دو حالت. خب بعدی، از نقطه این رأس مربع و معادله میگه اگه نقطه این رأس یه مربع رأسش باشه و این یه ضلع مربع باشه، این 3x منهای 4 وای مساوی 9، مساحت مربع. آقا 100% این نقطه روی خط نیست دیگه، چون اگه نقطه رو خط باشه که نمیشه مساحتش الان به دست بود. ببین خط اینه، مثلا فرض کن 3x منهای 4 وای منهای 9 مساوی 0، نقطه اینه مثلا، یا اینه یکی از رؤوس دیگه نقطه. خب 2 3، حالا ببین چیکار میکنیم. میگه فاصله نقطه از خط، فرمولشو مینویسیم. صورت یه یه قدر مطلق، مخرج یه رادیکال، رادیکال 3 به توان 2 به علاوه 4 به توان 2 که میشه 25، 9 و 16. صورت هم این 2 باید بذاری جای x، این 3 باید بذاری جای y. 2 بذار جای x، 3 2 تا 6 تا، 3 بذار جای y، 4 3 تا 12 تا، منهای 9. بچه ها 12 منفی 12 منهای 9 میشه منفی 21، منفی 21 به علاوه 6 میشه منفی 15، میشه 15، چون از قدر مطلق میاد بیرون. مخرجم که 5 میشه 3. این شد ضلع مربع، شد فاصله نقطه از خط، شد 3. آقا پس میگی آقا مساحتش میشه 3 3 تا. سوال بعدی، در دنباله حسابی 5 8 11 فلان دیگه الان وارد تمرینا شدیم، الان داریم تمرینایی که از اول تا آخر فصل جارو میکنن رو با هم حل میکنیم. در دنبال حسابی این حداقل چند جمله از آن رو با هم جمع کنیم تا حاصلش از 493 بیشتر شه. یعنی میگه مجموع چند تا جملهش بیشتر از 493. آقا دنباله رو بنویس، n دومه 2 تا آ1، مجموع این جمله اول دنباله حسابی 2 تا آ1 یعنی 2 تا 5 تا 10 تا به علاوه n منهای 1 در d، دیش اختلاف اینا 3. این باید برابر چی باشه؟ ببخشید گفته باید بزرگتر از 493 باید باشه. خب آقا اینو ساده کن، میشه 3n منهای 3 به علاوه 7، میشه 3n به علاوه 10، میشه 3n به علاوه 7. حالا تو بیا این 2 رو در 493 ضرب کن، چجوری میشه؟ میشه n در 3n به علاوه 7 بزرگتر از 493. حالا مثلا تو میتونی یکی یکی بهش مقدار مثلا 10 بذار، 3 تا 10 تا 30 تا 7 تا 37 تا، 37 ضرب در 10 میشه چند؟ میشه 370. 20 بذار میشه 20 در 3 تا 20 تا 67 تا 67 تا، 20 تا 67 تا میشه 1000 خورده ای. پس بین 10 و 20. حالا یکی یکی میای عدد میدی، 11 میدی به n، اولین عددی که بیشتر از 493 شد حساب میکنی و میگی که آقا اون حداقل باید n اون باشه. پس فهمیدی دیگه من اینو گفتم بهت نمینویسم برای اینکه وقت سیف شه. خب بعدی، مجموع همه اعداد طبیعی سه رقمی که مذهب 6 هست. نمونه شو حل کردیم، طبیعی سه رقمی مذهب 6. مذهب 6 یعنی هم باید به 3 بخش پذیر باشه هم به 2.
اولین عدد سه رقمی که به دقاقه 3 و به 2 بخش پذیره الان بهت میگم. ببین 102 چون جمع ارقامش به 3 بخش پذیره، 1 با 2 میشه 3 دیگه، به 3 بخش پذیره، زوج هم هست به 2 هم بخش پذیره، پس اولین جملهش میشه 102، درسته؟ آخرین جملت میشه چی؟ آخرین جملت میشه، خب ببین گفته سه رقمی دیگه، هزار یکی ازش کم کن میشه 999. 999 درسته به 3 بخش پذیره ولی به 2 بخش پذیر نیست. 3 تا دیگه از 999 کم کن میشه 996. 996 این جمع ارقامش به 3 بخش پذیره، 9 و 9 و 6 رو تو جمع کنی به 3 بخش پذیره، زوج هم هست پس همونه. 996 میشه آخرین جملت. خب الان تو میخوای مجموع اینا رو به دست بیاری، فقط باید بدونی که چند تا جمله داری دیگه. آیکو داری، آن هم داری، این آنته، این آیکت. خب تو میتونی این کارو کنی، بنویسی آقا آن که 900 اینطوری بنویسی، آن که 996 میشه چی؟ میشه آیک به علاوه ان منهای یک در دی. آیک چیه؟ آیک چیه؟ آره آیکت که 102 دیت، برای به دست آوردن ان لازم دارم این راهو، دیت 6 تا 6 تا میره جلو چون مضرب 6 ان. خب این 6 996 منهای 6 میشه 990، این میشه البته ببخشید اشتباه شد 996 منهای 102، 996 منهای 100 میشه 896، دو تا دیگه ازش کم شه میشه 894. 894 894 این وره، اونورم 6 تا n منهایی که این کارو کردم که n به دست بیاد، تعداد جملاتم. حالا آقا تو بیا یک گوشه 894 رو تقسیم بر 6 کن، 1 6 تا 6 تا 2 9 چند بگیریم؟ 4 4 6 تا 24 تا 5 4 9 6 تا 5 یعنی 149 شد به 6، پس n منهایی یک میشه 149، nت میشه 150، یعنی 150 تا جمله ان اینا. حالا همه دستا به بالا، عروس و دومات بگین هزار ماشاءالله، بگین هزار ماشاءالله. خب آقا انش 150 تا، درسته؟ 150 تا جمله. حالا مجموع این 150 تا جمله رو میخواد، میشه n دوم a1 به علاوه an، یعنی 102 به علاوه 996، 75 به علاوه جمع ضرب در جمع اینا کن به دست. خب رسیدیم به تمرین 3، گفته طول ضلع مربع 1 متر، طول ضلعش 1 متر. خب ابتدا نیمی از مساحت مثلث، یعنی یه مثلا فرض کن مساحتش اولش A2ه، اولش 1 دیگه، A2 نیست، 1. بعد میگه ابتدا نیمی از مساحت در واقع مربع، یعنی مرحله اول چقدر رنگ شده؟ 1/2. سپس نیمی از مساحت باقی مونده، یعنی مرحله دوم 1/4 اضافه میشه، یعنی مرحله دوم چقدر رنگ شده؟ 1/2 به علاوه مرحله دوم چقدر رنگ اضافه شده؟ چقدر رنگ اضافه شده؟ 1/4. مرحله بعدی چقدر اضافه شده؟ 1/8. پس این یه دنباله هندسیه که آیکش 1/2، کیوش هم 1/2. حالا چی میگه؟ میگه پس از دست کم حداقل، در واقع پس از چند مرحله حداقل 99% مساحتش رنگ شده. خب یعنی مرحله انوم، خب مرحله انوم یه مقدار رنگ شده دیگه، تا مرحله انوم چقدر رنگ شده؟ میشه A1، A2، A3، 1/2، 1/4. همینطوری تا این 1/2 به توان یک، این 1/2 به توان n میشه تا مرحله انوم، که اگه اینو به دست بیاری میشه چی؟ میشه A1 یعنی 1/2 در 1 منهای QN، Qش 1/2 دیگه، بروی 1 منهای Q یعنی 1 منهای 1/2. خب این 1 منهای 1/2 با 1 منهای 1/2
یه دوم بالا میره. یعنی در واقع مجموع چیزی که رنگ کردیم بعد n مرحله شده یک منهای یک دوم به توان n. خب حالا گفته k حداقل 99% رنگ میکنیم، یعنی اون رنگی که کردیم k اون یک منهای یک دوم به توان n بزرگتر مساوی 99% کله. خب یعنی یه دوم به توان n باید کوچکتر مساوی 1/100 باشه، یعنی 2 به نمای n باید بزرگتر مساوی 100 باشه. آقا چه n-یه که 2 به نمای n رو بزرگتر مساوی 100 میکنه؟ n 7 دیگه، چون n به نمای 6 میشه 60، چون n به نمای 7 میشه 128، پس n باید بزرگتر مساوی 7 باشد. سوال 4، صفرهای تابع فلان در صورت وجود به دست بیارید. بچه کافیه در واقع فاکتور بگیریم از ایکسش که میشه 2x2 به علاوه x به علاوه 3. این یه ایکسش شد صفر، این یه صفرش. حالا برای صفر بعدیش باید چیکار کنیم؟ این رو مساوی صفر بذاریم از راه دلتا، چون ضریب x2ش 2ه، از راه دلتا که میشه b2 یک منهای 4 ac، یعنی 4 2 3. بچه این دلتاش منفی، پس این ریشه نداره، پس این کلن یه صفر، یه ریشه بیشتر نداره. سوال 5 گفته معادله روبرو رو حل کنید. اینو حل کنید. آقا باز اینو میگیریم تی میشه تی 2 منهای 7 در واقع تی به علاوه 6 مساوی 0. دو تا عدد باید پیدا کنی که جمعشون بشه منفی 7، ضربشون بشه 6، منفی 6 منفی 1، یعنی تی منهای 1 تی منهای 6. درسته؟ جمعشون شده منفی از ضربش 6. آقا دو تا تی بد میده، یه تی دیگه که یه تی 6. تی چیه؟ x2 سوم منهای 2. x2 سوم منهای 2. یعنی x2 سوم میشه 3، x2 میشه 9، برای بالای x میشه مثبت منفی 3، x2 سوم میشه 8، x2 میشه 24، x میشه مثبت منفی رادیکال 24. دو تا دست جواب بهت میده، 4 تا جواب. خب 6، تعداد ریشه‌های معادله فلان رو با استفاده از روش هندسی باش به دست میارم برات. کیو از چی میترسونی؟ آقا این سهمیه، سهمیه که رأسش ایکس رأسش میشه منفی بی، یعنی یک روی دو آ یک دوم. حالا ببین اینجا رو، تو این قدر مطلقه رو راحت میتونی حساب کنی. قدر مطلق ایکس که 7، وقتی میگه ایکس منهای یعنی یه واحد ببرش سمت مثبت ها از یک هم میگذره، این قدر مطلق ایکس منهای یک. حالا بچه اینو میخوام رأس کنم، این سهمی رأسش طولش 1/2، طولش 1/2، عرضش چی میشه به ازای 1/2؟ بذار میشه 1/4 منهای 1/2، یعنی 1/4 منهای 2/4 میشه منهای 1/4، منهای 1/4 منهای 1 میشه منهای 5/4، یعنی به ازای 1/2 میشه منهای 1 خورده یا منهای 5/4 رأسش. درسته؟ خب حالا تو یکم تو میتونی عرض این سهم، این سهمی رو به بالا سوان، تو یکم میتونی عرض رو به دست بری، یک منهای یک منهای، یعنی تو یک عرضش منفی یکه، پس این اینطوریه. درسته؟ عرض از مبدش هم که منفی یکه دیگه، این دیگه اینجا میگذره، اینم اینجا میگذره. بچه این سهمی چند تا نقطه، چند تا برخورد داره این سهمی با این؟ دوتا، یعنی یه ریشه بزرگتر از یک داره، یه ریشه منفی هم داره. خب بعدی معادله رو حل کن، اینو حل کن، همه رو بیاریم یه طرف، مخرج مشترک بگیریم. ببین من اینو بردم این و مساوی صفر گذاشتم، اینم وای در وای به علاوه 5 فرض میکنم، مخرج هم میذارم وای در وای به علاوه 5. تقسیم برای این میشه 1 در صورت میشه 3 وای به علاوه 5، تقسیم برای این میشه وای در صورت میشه وای 2 به علاوه 4 وای، تقسیم برای این میشه چی؟ میشه وای به علاوه 5 در صورت میشه منهای وای به علاوه 1 وای به علاوه 5. این باید مساوی صفر شه. حالا دقت که باید بکنی اینه که این میشه وای 2 به علاوه جمعشون به علاوه ضربشون. حالا کسری صفره که صورتش صفره، الان وای 2 با وای 2 رفت، یه سه وای اینجا، یه چهار وای اینجا، 7 وای، 7 وای منهای 6 وای میشه یه وای، بعد یه 5 اینجا داریم دیگه، چی داریم دیگه، چی داریم دیگه، چی داریم، منهای 5 هم اینجا هیچ، یعنی وای مساوی صفر. این شد صورتت. حالا همین این تک جوابم غیر قابل قبوله. چرا غیر قابل قبوله؟ چون که مخرج رو صفر میکنه. بعدی
میاریم یه طرف مخرج مشترک میگیریم، این کار رو انجام میدیم. پنج به روی رادیکال x به علاوه دو من به علاوه در واقع یک بری رادیکال x منهای دو، مثلا منهای دو مساوی صفر. حالا مخرج مشترکش میشه رادیکال x به علاوه دو رادیکال x منهای دو، که چون اتحاد مزدوجه میشه x منهای چهار. این رادیکال x به علاوه دو رادیکال x منهای دو تقسیم بر این میشه رادیکال x منهای دو، ضرب در پنج میشه پنج تا رادیکال x منهای ده. این تقسیم بر این میشه رادیکال x به علاوه دو، ضرب در این میشه خود رادیکال x به علاوه دو. این تقسیم بر این میشه خود x منهای 4، ضرب در 2 میشه منهای 2x به علاوه 8. منهای 2x به علاوه 8 کسری صفره که صورتش صفر باشه. الان ببین چه جوری میشه، این یه منهای 2x داریم، منهای 2x یه دونه 5 تا رادیکال x و یه رادیکال x میشه 6 تا رادیکال x. منفی 10 با 2 8 که میشه 10 میشه صفر. اینطوری میشه آقا، اینا از رادیکال ایکسش، این مساوی صفر، از رادیکال ایکسش فاکتور که بگیری، از این ایکس یه رادیکال ایکس تولید میشه، از این رادیکال ایکس هم که میپره میشه به علاوه 6. حالا این مساوی صفر شده، یعنی یا این صفره که ایکس میشه صفر، یا این صفره یعنی رادیکال ایکس میشه 3 ایکس میشه 9. حالا باید بیای ببینی که هیچ کدوم مخرج رو صفر نمیکنن، نمیکنن، این قبوله، اینم قبوله، دو تا جواب داشت. بعدی این یکی، آقا چیه این؟ در واقع رادیکالیه دیگه، درسته؟ رادیکال یه طرف باید تنها کنی، اینو تنها میکنی یه طرف، مثلا 3x به علاوه 1 اینو میبری اونور، 4 منهای رادیکال x به علاوه 3. حالا طرف این به توان 2 میرسونیم، این یکی میشه 3x به علاوه 1، این یکی میشه چی؟ این یکی میشه اولی به توان 2 16، دومی به توان 2 x به علاوه 3، در واقع منهای 2 برابر اولی در دومی، یعنی 2 4 رادیکال x به علاوه 3. حالا این وقت چی میشه؟ میشه x به علاوه 19، x به علاوه 19 رو میبریم اون ور، 3x منهای x میشه 2x، میشه 2x 19 میاد اینور، منهای 19 به علاوه 1 منهای 18 باید برابر چی باشه؟ در منفی 8 تا x به علاوه 4 داخل رادیکال x به علاوه 3 البته. خب حالا می توانیم ساده کنیم باز، یعنی مثلا اینو میتونیم به 2 بزنیم منفی 4 بشه، اینا هم به 2 ساده کنیم بشه x منهای 9. حالا باز طرفین رو یه دور دیگه به توان برسونیم، به توان برسون x 2 به علاوه 2 برابر اولی در دوم، یعنی 18x به علاوه 9 تا 81 برابر با 4 4 تا 16 در x به علاوه 3 میشه 16x به علاوه 16 تا 3 تا 48. این شکلی شد، همه رو میاریم یه طرف، بیار یه طرف میشه x2 بچه یه منهای 18 یه منهای 16 میشه منهای 34 x 81 منهای 48 میشه 31 اونجا داریم دوتا 33 تا، دو عدد پیدا کن جمعشون بشه منفی 34 ضربشون بشه 33 x منهای 33 x منهای 1 دوتا حالت بد میده، یا 33 یا 1. اینا رو باید تو معادل اولیه چک کنی، یک رو چک میکنی، یک رو با 3 که جمع کنی میشه 4، این میشه 2، این هم میشه 2 مساوی 4، آره 1 قبوله. 33 و آقا 33 به علاوه 3 میشه چی؟ 36. جزء 36 میشه چند؟ میشه 6. حالا 6 به علاوه 3 مثبت هیچ وقت 4 نمیشه، پس آقا این قبول نیست، به همین راحتی. 8 ماشینه ای کاری را به تنهایی در 15 ساعت، 15 ساعت زودتر از ماشینه بی انجام میدن، یعنی مثلا ماشینه ای میشه ماشینه بی منهای 15 ساعت، 15 ساعت زودتر انجام میده، سریعتره. اگر هر دو ماشین یک کار را در 18 ساعت انجام دهن، چه زمانی برای هر کدوم از اون لازمه تا به تنهایی انجام بده؟ آقا اینجوری گفتم، یک تیکه اگر ماشین A انجام بده، یه تیکه ماشین B انجام بده، یه تیکه از کل، هر دو با هم تو 18 ساعت، یعنی یه تیکه 18 ساعت. حالا برای اینکه اینجا راحت بشی، مثلا میه به جای x b میذاری 15 به علاوه x a، x a به علاوه 15، درسته؟ 15 رو بردم اینور، بعد مخرج مشترک میگیریم، مخرج مشترک میشه x a، حالا میذارم x اسمشو، حالا x a در x a به علاوه 15،
اینم بچه من اینم میبرم اینور مساوی صفر میذارم یه 18 پس بذارید مخرج مشترکش باشه. حالا این 18 تقسیم بر اولی میشه در واقع 18 تا x آ به علاوه 15، این تقسیم بر دومی میشه 18 تا x آ در صورت میشه 18 تا x آ، این تقسیم بر 18 میشه x آ به علاوه 15 در x آ. خب x آ در x آ به علاوه 15 میذارید تو صورت منهای x آ در x آ به علاوه 15. حالا کسری صفره که صورتش صفره. آقا دقت کن 18 تا x آ با 18 تا x آ میره. خب این هستی 16 تا 15 تا اینجا داریم منهای x آ به توان دو اینجا داریم، منهای 15 تا x آ اینجا داریم، این مساوی صفره. حالا اینا رو توی منفی ضرب کنم میشه x آ به توان دو منهای منهای x آ به توان دو شد x آ به توان دو، منهای 15 x آ میشه به علاوه 15 x آ، منهای این 18 ضرب در این 15، منهای 18 ضرب در 15. بچه های عزیز من اینو چیکار میکنید؟ خیلی راحت میاید در واقع دلتاشو حساب میکنید، ایکس آو حساب کنید. حالا دلتا رو ممکنه بگی آقا چجوری حساب کنم؟ نگاه کن اینجا رو نگاه کن، دلتا میشه چی؟ میشه بی دو، یعنی 15 به توان دو. 15 یه 5 داره یه 3، وقتی به توان دو میرسه میشه 5 به توان دو زد در 3 به توان دو، اینطوری درسته؟ منهای 4 تا دارم به یاد میدم، 4 آ سی آ یه 18 یه 15. خب ببین بیا از مثلا ارزم به حضورت یکیش فاکتور بگیر، مثلا از 15ش میتونی فاکتور بگیری، از 9ش هم میتونی فاکتور بگیری، یا مثلا از 5 به توان 2ش دیگه نمیتونی فاکتور بگیری، فقط میتونی از در واقع یه دونه 5 و این 9ش فاکتور بگیری. فاکتور میگی دلتا تو به دست میاری، ریشه تو دیگه حساب کنی، ریشه به دست آوردن تو معادل درجه دو کاری نداره. یه ریشه میشه x آ، x b هم میشه در واقع 15 به علاوه x آ. خب بریم سراغ قسمت بعدی، چون می‌خوایم سیو کنیم وقتو زودتر تموم کنیم. تمرین کتاب 9 با استفاده از تعیین علامت ضابطه این را بدون استفاده از نماد قدر مطلق بنویسید. خب آقا اینجور موقع این کارو می‌کنیم، یه ریشش یک، یه ریشش منفی یک. میگیم آقا تو اگر ایکست بزرگتر مساوی ریشه بزرگه باشه هر دو مثبتن، یعنی اف ایکست میشه، کاش اینطوری می‌نوشتم، حالا اب نداره، اف ایکست میشه این مثبته اینم مثبته، عدد هم میتونی بهش بدی که میشه چی؟ میشه 2x. اگه x بین 1 تا من در واقع ریشه این منهای 1 باشه، یعنی x های کمتر از 1 اولیه رو منفی میکنم، پس توی منفی ضرب میشه. اوه چی شد؟ خب ببخشید افتاد، متاسفانه افتاد، فرصت کات دادن نداریم، خیلی وقتمون کمه. آقا ایکس بزرگتر مساوی یک، عرضم به حضورت اگه ایکس بین یک و منفی یک باشه، چون کمتر از یک، این یکی منفی عدد میتونی بهش بدی، مثلا یکی منفی توی منفی ضرب میشه میاد بیرون میشه منفی ایکس به علاوه یک، این یکی چون بزرگتر از منفی یک خودش میاد بیرون، یه عدد بهش بده مثلا صفر بهش بده، دیدی مثبت میشه. خب این میشه دو. آقا این یه حالت دیگه هم داره، من اینجا می‌نویسم چون جانی ایکس کمتر از منفی 1، ایکس کمتر از منفی 1 هر دو منفی هن. یعنی اولی میشه منفی ایکس به علاوه 1، دومی میشه منفی ایکس منهای 1 که میشه منفی 2 ایکس. بچا پس یادتون نره، یه تابع اینطوری بهتون دادن گفتن بدون قدر مطلق بنویسیدش، بزرگتر از ریشه بزرگه یه تیکه میشه، بین ریشه بزرگه و ریشه کوچیکه یه تیکه، کمتر از ریشه کوچیکه هم یه تیکه، بزرگتر از ریشه کوچیکه جفتشون مثبت، کوچیکتر از ریشه کوچیکه جفتشون منفی، بین ریشه بزرگه و کوچیکه اونی که واسه ریشه بزرگه منفی میشه، اونی که واسه ریشه کوچیکه مثبت. خیلی واضح و مشخص. بریم سراغ قسمت بعدی. خب گفته اینو در واقع این دوتا معادله رو حل کن. خب آقا این معادله اول ماست که گفته 2x منهای 1 برابر به روی قدر x منهای 3 برابر 1. من میگم با فرض x مخالف 3، یعنی میدونم آقا اگه 3 به دست اومد جزء جوابم نیست، طرف این وسطه این میکنم، دو حالت ایجاد میشه، یا
x منهای 2 برابر 2 منهای x یا البته این 3 بچه‌ها x منهای 3 ببخشید. خب اینو بنویسیم 3. البته اینجا هم باید بشه 3. بله یا x منهای 3 برابر 2 منهای x یا x منهای 3 برابر منفی 2 منهای 3 که میشه x منهای 2. دو تا جواب بدید. بالای x رو بد میده 2x میشه 5 x میشه 2.5. پایینی در واقع پیچی دیگه، منفی 3 مساوی منفی 2، یعنی اصلا به جایی نمیرسونه، طوری تناقضیه. حالا 2.5 من باید توش صدق بدی، اینو باید چک کنی یادت نره. گفتم قدر مطلقایی که یکیشون قدر مطلق داره یکیشون نداره باید چک کنی، برای اینکه گیج نشی همه قدر مطلقی هم چک کن تاش. الان 2.5 بذار توش، 2 منهای 2.5 میشه منفی نیم، منفی به روی مثبت خلاصه یک نمیشه، پس این صدق نمیکنه، جواب نداره. این یک بچه، این همون اتحاد x منهای 1 به توان 2 ها، اتحاد اوله میاد بیرون، قدر مطلق میره توی، میاد بیرون رادیکال میره تو قدر مطلق، x منهای 1 برابر 2x به علاوه 1 میشه. حالا این دو حالت میشه، یا x منهای 1 میشه 2x به علاوه 1 یا x منهای 1 میشه منفی 2x منهای 1، یعنی یا این برابر خودش یا برابر منفیشه. x برابر منفی 2 برای بالایی، برای پایینی 3x برابر 0 x برابر 0. حالا باید چک کنیم 0 توش صدق میکنه؟ آره. منفی 2 توش صدق میکنه؟ منفی 2 این برو منفی میکنه، این برو مثبت؟ نه. پس یه جواب بیشتر نداره. 11 نمودار تابع اینو رسم کنید، سپس معادله f(x) مساوی 1 را به روش هندسی و جبری حل کنید. آقا نمودارش رو رسم کنیم. قدر مطلق x این 7 است. وقتی میگه قدر مطلق x منهای 2، یعنی دو واحد 7 رو بیار پایین. دو باید که بیارش پایین، اینجاش میشه 2، اینجاش میشه منفی 2، اینجاش هم میشه منفی 2. بعد میگه حالا از کل این قدر بگیر، یعنی قسمت هایی که پایینه رو بیار بالا. میگیم باش اینطوری میشه، قسمت هایی که پایینه رو بیاریم بالا اینطوری میشه. خب اینجاش میشه منفی 2 2 2. الان این میشه چی؟ قدر مطلق، قدر مطلق زمان های 2. حالا گفته fx مساوی 1 رو به روش هندسی حل کن. خب آقا fx مساوی 1، fx مساوی 1 یعنی این، یعنی با عرض 1 بیا قطعش بده. چند تا جواب داره؟ 1 2 3 4 تا جواب داره، 4 جواب دارن. این روش هندسیش بود. حالا بریم سراغ روش جبری. آقا اونو باید مساوی 1 بذارم، یعنی قدر x منهای 2 رو باید مساوی 1 بذارم. دو تا حالت، قدر x منهای 2 یا 1، قدر x منهای 2 منفی 1 از اینجا، قدر x 2 1 3 یا قدر x 1. خب وقتی قدر x 3 یعنی x مثبت منفی 3، ببین اینا این 3 بود این منفی 3، وقتی قدرش 1 یعنی x مثبت منفی 1. خب این هم از این. 12 میگه a اینه، b اینه، نقاط دو سر قطر دایره ان، مختصات مرکز و طول شعاع دایره رو به دست بیار. آقا فاصله این دوتا نقطه از هم میشه طول قطر دایره، طول قطر دایره این دوتا شعاع دایره میشه فاصله اینا از هم، رادیکال تفاضل طولشون 8 منهای 0 میشه 8 به توان 64 به علاوه تفاضل عرضشون منفی 8 منهای 6 میشه منفی 14 به توان 2 میشه 14 به توان 2 دیگه، 14 به توان 2. خب بچه ها میتونیم از 4 اینا فاکتور بگیریم ببریمشون بیرون، یعنی دو آر، ببین 4ش فاکتور بره بیرون میشه چی؟ میشه کلاً اینطوری میشه دیگه. ببین اینه میمونه، از 4 اینا من میخوام فاکتور بگیرم، از 4شون که فاکتور بگیرم اولی 16 میمونه، دومی بچه این 14 ضرب در 14 4ش که بره، یعنی یه 2 در 2ش میره، یه 7 در 7ش میمونه، 49ش میمونه. خب پس اینطوری میشه، میشه دو تا رادیکال 49 و 16، 49 تا و 16 تا یعنی 50 و 15 است، میشه دو رادیکال، میشه رادیکال 65. حالا دو آر میشه دو تا فلان آر، میشه رادیکال 65. خب الان گفته مختصات مرکز و طول شعاع، آقا این طول شعاعش، حالا مرکز، مرکز دایره وسط دو در پاره خطی دو سر دایره رو به هم وصل میکنه، قطر دایره، ببین قطر دایره اگه باشه مرکزش میشه وسط آب دیگه، ام میشه. خب پس ام میشه میانگین طول اینا، یعنی 8 به علاوه 0 تقسیم بر 2، عرضش میشه میانگین عرضشون منفی 8 منفی 6 تقسیم بر 2، منفی 14 تقسیم بر 2 منفی 7، 8 تقسیم بر 2 4. اینم
مرکز این دایره. خط این بر دایره سی به مرکز در واقع یک و یک بوده، اشتباه در واقع ننوشتنش. حالا خط 4x به علاوه 3y مساوی 5 بر دایره C به مرکز 1 و 1 مماس طول شعاع دایره. خب آقا نگاه کن، یه خط به دایره مماس طول شعاع چی میشه؟ آها میشه فاصله مرکز تا اون خطه. پس من این O اینم H، میگم OH میشه جواب مسئله من. حالا OH چجوری به دست میاد؟ یه قدر مطلق تو صورت، یه دونه رادیکال تو مخرج میومدیم توی در واقع 4x به علاوه سه وای منهای پنج مساوی صفر، به جای ایکسش میذاشت یک، ایگرگش یک، میشه چار و سه در واقع هفت منهای پنج، چهار به علاوه سه منهای پنج. اینجا هم رادیکال آدو به علاوه دو، یعنی چار به تمام دو به علاوه سه به تمام دو میشه 25. آقا چار و سه هفت منهای دو، دو پنج چهاردهم. آقا شعاع این دایره چهاردهم. گرفتی چی شد داستانو؟ بعدی اگر فاصله این خط آ از این در واقع این نقطه یا از این خط برابر دو باشه، مقدار آ کدومه؟ خب آقا باز میایم فاصله نقطه از خط، قدر مطلق آ در ایکس یعنی آ در یک، چهار در وای یعنی چهار در دو هشت، این یکم اوورده بودیم این ور، تقسیم بر رادیکال آ دو به علاوه بی دو یعنی آ دو به علاوه 16، این برابر فاصله شونه. حالا آ به علاوه قدر مطلق آ به علاوه 8 منهای 1 7 باید برابر بشه با دو تا از این رادیکالا، دو تا از این رادیکالا. حالا طرفین رو به توان دو میرسونیم که از شر رادیکال خلاص شیم. این بر میشه آ دو به علاوه 14 آ به علاوه 49، این بر میشه 4 ضرب در این یعنی 4 آ دو، 4 تا 16 تا هم 64 تا. حالا 4 آ دو منهای آ دو میشه 3 آ دو، 14 میره اون ور میشه منهای 14 و 49 میره اون ور 64 منهای 49 یه 14 15 میشه. خب دیگه اینو به روش دلتا حل میکنی. آقا دلتاش میشه بی دو منهای 4 آسی و آشو به دست میاری، ریشهات میشه منفی بی به علاوه منهای رادیکال دلتا تقسیم بر دو، ریشهاتو به دست میاری تمام میشه میره پی کارش. خب 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 بعدی 15 نقطه های روی خط این رو تعیین کنید که مجموع فاصله های آن تا مبدا مختصات و تا نقطه فلان برابر 5 باشه. دیگه آقا یه نقطه رو خط این بگیری، یه نقطه رو خط این، یعنی اگر طولش رو بگیری آلفا عرضش میشه 2 آلفا. حالا میگه این نقطه تا مبدا فاصله داره، یعنی آ او، کاش میذاشیم بی اسمشو یا آ پریم مثلا، آ پریم او چی میشه فاصلش تا مبدا؟ تفاضل طول، مبدا که طولش همون صفره، تفاضل عرض هم یعنی همون خود دو آلفا به توان دو، 4 آلفا دو به علاوه آلفا دو میشه 5 تا آلفا دو که میشه رادیکال 5 تا آلفا. من فرض میکنم این آلفای مثبت. بعد فاصله گفته مجموع فاصله های اون نقطه تا مبدا، اینا این فاصله این نقطه تا مبدا و فاصله اون نقطه تا این نقطه، فاصله اون نقطه تا این نقطه میشه آ پریم آ که میشه رادیکال تفاضل طول آلفا منهای دو به توان دو به علاوه تفاضل عرض یعنی دو آلفا منهای چهار به توان دو. اینا گفته مجموع اینا جمع اینا برابر پنجه، جمعشون برابر پنجه، یعنی رادیکال پنج تا آلفا، رادیکال پنج تا آلفا به علاوه این که میشه چار آلفا دو به علاوه آلفا دو پنج تا آلفا دو دیگه چی؟ منفی چار آلفا به علاوه، بچه این در واقع آها کاش اینو اینطوری می‌نوشتم، چرا این کارو نکردم؟ بذار اینو خورو مرتبش کنم. چجوری؟ الان بهت میگم. ببین اینجا ناکن مثلا میشه از دوش فاکتور گرفت، میشه چهار تا آلفا منهای دو. ببین از دو این فاکتور گرفت میشه آلفا منهای دو، حالا چون به توان دو میرسه میره بیرون میشه چهار تا آلفا منهای دو، چهار تا آلفا منهای دو، یه دونه آلفا منهای دو میشه سه تا آلفا منهای دو، میشه رادیکال سه تا در واقع آلفا منهای دو به توان دو که میشه رادیکال سه تا قدر مطلق حالا آلفا منهای دو، کاری نداریم. پس اینم میبریم تو قدر مطلق دیگه، اینم حذف میکنیم.
حالا گفته مجموع اینا، یعنی رادیکال 5 تا قدر مطلق آلفا به علاوه رادیکال 3 تا قدر مطلق آلفا منهای 2 باید برابر با 5 باشه. خب اینم حل میکنیم بچه ها. چجوری حل میکنیم؟ سه حالت. ببین، یا آلفا بزرگتر از ریشه بزرگی است، یا بین ریشه بزرگی و ریشه کوچیک است، یا کوچیکتر از ریشه کوچیک است. بزرگتر از ریشه بزرگی همه مثبت، یعنی رادیکال 3 آلفا به علاوه رادیکال 5 آلفا منهای 2 تا رادیکال 3 برابر 5. اینجا یه آلفایی بهت میده، آلفات میشه جوابت. حتی باید چک کنی که آلفات هم بزرگتر از 2. یا بین 0 و 2، یعنی بزرگتر از 0 که این خودش میشه، میشه رادیکال 5 تا آلفا، کوچیکتر از، چون کوچیکتر از 2 این قرینه میشه، میشه منهای رادیکال 5 آلفا در واقع رادیکال 3 آلفا به علاوه 2 رادیکال 3، اونورم که 5. کمتر از صفرش هم این منفیه، خب اینم منفیه، یعنی هر دو منفی میشن. می نویسیم برای هر کدوم آلفا رو به دست میاریم، چک میکنیم با شرط اولیش. مثلا آلفای عددی شد با این چک کن، آلفای عددی شد با این چک کن، آلفای عددی شد با این چک کن. آقا هر کدوم جواب شد، یا صفر جواب داره، یا یک، یا دو، یا سه تا جواب دیگه. خب یک دنباله هندسی غیر نوا، یعنی نه سعودی نه نزولی، یعنی قدر نسبتش منفیه. 8 جمله داره، مجموع مجزورات 4 جمله اول آن چقدر است؟ چند تا جمله داره؟ 8 تا. 8 تا جمله داره. مجموع مجزورات 4 جمله اول یعنی چی؟ مجزورات یعنی به توان دو دیگه. آ1 به توان دو، آ2 به توان دو، آ3 به توان دو، آ4 اینو خواسته. آ1 به توان دو. خب این مگه نمیشه آ1 کیو به توان دو برسه؟ میشه آ1 به توان دو کیو دو. این مگه نمیشه آ1 کیو دو به توان دو برسه؟ میشه آ1 به توان دو کیو 4. این مگه نمیشه آ1 کیو 3؟ میشه آ1 به توان دو کیو 6. خب حالا از آ1 به توان دوش فاکتور بگیر، میشه 1 به علاوه کیو دو کیو 4 کیو 6. اینم از این. در معادله فلان اگر یکی از جواب‌ها دو واحد از جواب دیگر بزرگتر باشد، m به هر دو جواب. خب میگه یکی از جواب‌ها دو واحد از دیگری بزرگتر است. یعنی چی؟ یعنی آقا آلفا منهای بتا شده 2. حالا از طرفی من میدونم آلفا به علاوه بتا میشه جمع ریشه ها، میشه منفی بیام 8 دوم میشه 4. اینو با این میزنی 2 آلفا میشه 6، آلفا میشه 3، 3 رو میذاری تو این، بتا میشه 1. خب گفته M و هر دو جواب. حالا هر دو جواب به دست میاریم، یکیشون میذاریم تو این، M به دست میاریم. مثلا بتا رو بذار تو این، هم هر جفتش باید ست کنه تو معادله. یک رو بذار توش، میشه 2 منهای 8 به علاوه M مساوی 0. M میشه چی؟ من در اون مثبت 6. 8 منهای 2 میشه 6. خب بعدی، محیط زمین مستطیل 18 مساحت 14 طول و عرض. محیط 18 یعنی 2 تا x به علاوه y میشه 18، یعنی x به علاوه y میشه 9 که همون s. مساحت 14 یعنی x y که همون p میشه 14. حالا معادل x دو منهای s x به علاوه p مساوی 0، میشه x منهای 2 منهای 7 مساوی 0. دو تا ریشه بهت میده 2 و 7. خب گفته از طول و عرض 2 و 7 میشه. بعدی، در یک دنباله هندسی غیر نوا جمله اول آن نصف مجموع دو جمله بعدیه. جمله اولش نصف مجموع دو جمله بعدیه. هرچی گفته و می نویسم. قدر نسبتشو میخواد. دنباله هم هندسیه. آقا آ1. خب من به جای این میتونم بنویسم آ1 کیو. به جای این میتونم بنویسم آ1 کیو 2. از آ1ش فاکتور بگیریم، میشه در واقع کیوش هم میشه فاکتوری. حالا به هر حال کیو علاوه کیو 2، کیو علاوه کیو 2 این با این میره، درسته؟ یعنی کیو علاوه کیو 2 میشه 2. پس کیو 2 علاوه کیو منهای 2 مساوی 0 میشه. یعنی کیو علاوه 2 منهای 1 اتحاد یه جمله مشترکه. دو تا عدد پیدا کنم جمعشون بشه 1، ضربشون بشه منفی 2، 0 میشه. دو تا ریشه، یا کیود میشه منفی 2 یا کیود میشه 1. با توجه به اینکه گفته دنباله غیر ثابته، چون کیو 1 دنباله ثابت میده، هی جملات ثابته دیگه، ضرب در 1 کن خودش میشه، خودش میشه، خودش میشه ضرب در 1 کنی. پس کیو 1 دنباله ثابت میده بهت.
در یک دنباله هندسی مجموع 10 جمله اول 33 برابر مجموع 5 جمله اوله. مجموع 10 جمله اول یعنی اس 10 به اس 5. حالا کاش همینطوری که گفته چند برابره؟ 33 برابره مجموع 5 جمله اول یعنی اس 5. آقا اس 10 میشه آ 1 1 منهای کیو 10 به روی 1 منهای کیو، این برابر 33 برابره، 33 برابر اس 5 یعنی آ 1 1 منهای کیو 5 به روی 1 منهای کیو. حالا آ 1 و 1 منهای کیو از طرفین میرن، 1 منهای کیو 10 میشه نوشت 1 منهای کیو 5 1 به علاوه کیو 5، چون در واقع کیو 10 کیو 5 به توان 2 و این میتونیم به صورت اتحاد بنویسیمش، آ منهای بی، آ به علاوه بی، یک منهای کیو 5 یک به علاوه کیو 5. این برابر چیه؟ 33 تا یک منهای کیو 5. خب آقا یک منهای کیو 5 رو از طرف میزنیم، آ یعنی کیو 5 میشه منفی 32، کیو 5 که بشه منفی 32 یعنی منفی 2 به توان 5، کیو بوده منفی 2، گفته قدر نسبت منفی 2 21. مساحت مربعی رو بیابید که یه رأسش اینه، اینم معادله خط یه زلشه. خب گفتیم اینجور موقع یه زل میفته اینجا که میشه 3x منهای 4y به علاوه 1 مساوی 0، رأست هم که اینجاست که میشه منفی 1 و 3. حالا فاصله نقطه از خط میشه طول زلش یه قدر مطلق تو صورت یه رادیکال تو مخرج، رادیکال آ2 به علاوه 2 یعنی 9 به علاوه 16 تو در واقع اینم که این نقاط رو میذاریم داخلش، به جای ایکسش میذاریم منفی یک میشه منفی سه، به جای وایش میذاریم سه میشه منهای 12 به علاوه یک، منفی 15 به علاوه یک میشه منفی 14 که میشه 14، اینم 5، 14 50 میشه 28 هم 28 هم. این شد چی؟ 28 هم شد طول زلت. حالا گفته چی؟ گفته مساحت، مساحت میشه 28 هم زد در 28 هم که 28 هم به توان 2 میشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. فصل یک حسابان یکت که حاوی 10 نمره امتحان تو تمومش کردیم، میمونه قسمت‌های بعدیش که انشالله یه استراحت کوچیک میکنیم، برمیگردیم در خدمتت با قدرت. اصلا نگران هیچی نباشید، ریاضیتون با من برید، دارمتون، یا علی مدد.